وقتی رفتن به لیسه حربیه نداشتیم. از منطقه ما هیچ کسی را در لیسه حربیه قبول نمی کردن یا در مکتب حربیه قبول نمی کردن. یک تایری بود که من که تازه کابل آمدم، سنفی هفتی بنیسینا بودیم، اونا در لیسه حبیبیه بودن و تایری بود که چای نمی خورد. چایش زیره بود، زیره بدخشان بود و کالایش کالای تانی بدخشانی بود، همه چیزش بدخشانی بود، کرواس می پوشید مثلا، لباسش اینا کاملا بدخشانی بود. از دوره عبدالرحمن خان تا به امروز در افغانستان شما هیچ تجربه ای ندارین که مردم قدرت قدرتمندا قدرت خود از مردم دست آورده باشن. مشکل اساسی سیاسی فرهنگ سیاسی ما امی است که ما برنامه محور نیستیم، ما فرد محور هستیم، ما ارزش محور نیستیم. شنوندگان محترم شیشه میدیا سلام، در این پادکست شیشه میدیا استاد شهرانی رو با خود داریم. استاد شهرانی مردم شناس هستن و دوست داریم امروز از تخصص ایشان بهره ببریم تا خود را به عنوان مردم، به عنوان ساکنان جغرافیای جهان بهتر بشناسیم و ببینیم که چگونه میتونیم که عضو فعال این جهان باشیم، چگونه میتونیم عیب‌ها و کاستی‌هایی را که در روابط خود، در الگوهای رفتاری خود داریم اصلاح بکنیم و میراثی را که برای نسل‌های بعد از خود می‌گذاریم میراث متفاوت‌تر از آن چیزی باشد که ما از پیشینیان خود گرفتیم. استاد سلام، بسیار خوش آمدین. دوست داریم بیشتر از شما بشنویم از زندگی خودتان به عنوان یک شخص. در کجا متولد شدین؟ در کدام سال متولد شدین؟ در چه خانواده متولد شدین؟ به نام خداوند جان و خرد سلام به شما آقای رویش و همچنان به بیننده های شیشه و همه گی هموطنهای ما که هر وقتی که بتانن بحث با ما شریک شون. ببینیم، من در بدخشان در یک از دهات و قریه های بسیار زیاد کوچک در زمان ما که حالا خیلی بزرگ شده، تفاوت معنی هست که 50 چند سال چقدر تفاوت های بزرگی در جامعه ما از دیازی نفوس به میان آمده. قریه بود به نام شهران خاش. شهران نام قریه و خاش نام یک وادی است در حقیقت که قبلا مربوطی چی بود؟ ولسوالی یا حکومت جرم بود و در اواخر در زمان مجاهدین فکر میکنم که این را به سطح ولسوالی ارتقا دادن و شهران که البته اسم فامیلی ما هم از او گرفته شده، اما قریه ما در حقیقت که در همونجا ما، البته قسمی که ما شما همگی میفهمیم در دیهات کس از تولد و حرفا قدر زیاد متوجه هم نبودن، کس چیزی هم نمیکرد. اما من یک تذکیره ام ورقی سبز اگه بایدتان باشه به نام من داده شده بوده در سال 1325 در ماه ثور و نوشته کرده بودن نو تولد، یعنی من هنوز یک سال نبودیم دیگه، کم چند ماهی بودیم یا چند هفته خدا دانه. من از مادر درونی خود پدر و مادرتان در قریه در بین منطقه چی موقعیت داشتن؟ در کدام طبقه از طبقات اجتماعی قرار می گرفتن؟ مردم بسیار عادی دهقانکار بودن و مالدار. ما یک رمان ما نبود، منطقه همی سی چل گزفند و بزوی حرفا داشتن، یک تا سی تا گاو و قلبه و حرفا. مردم ها عادی دهقان بودن. کدام در جامعه ما، جامعه بسیار غریبی، بسیار بیعت زیاد هم وجود نداشت و بسیار متمول هم وجود نداشت. ما تقریبا به مستی منطقه مردم های متوسط الحال بودن، از یازی دهقانکاری اونا، یعنی یک قلبه ای داشتن، زمینی داشتن، کاشت می کاشتن و از امو به اصطلاح رفی احتیاج می کدن و بسیار نظام اربابی و خانی رعیتی که در بعض از مناطق دیگر افغانستان هم هستک، در مناطق شما هم بود کسانی که مثلا بنوان خانه منطقه تلقی شوند که بتونن
فرض کنید سر بسیاری مردم ها نفوذ های خارق العاده تر داشته باشه، نه همگی به صورت عموم نه، به صورت عموم بدخشان یک منطقه کوبند است، زمین و عرفا کم است به صورت عموم، و مردم در زمانی که ما به اصطلاح جوان بودیم یا خرد بودیم به مو اکتفا میکرد و کسایی که دسترس به زمین داشتن تقریبا همه قدر داشتن که غم خود بخورن. هیچ کسی چی نبود، به حد متمول نبود که تمام زمین ها مربوط از او باشد، دیگر ها دهقانی او بوده باشن، یتیمی او بوده باشن، هم چیزی وجود نداشت. کسانی که صاحب نفوذ بودن در منطقه، مثلا دعواهای مردم حل و فصل میکردن یا ارتباط با دولت بودن، کی بودن؟ ببینید دو نوع در جامعه ما شما دو نوع افراد هستن که نفوذ می داشته باشن. یکی کسایی هستن که با حکومت رابطه قائم می کنن و اونا مردم های دلال هستن، عموما مردم های نیستن که اوقدر چی داشته باشن، عزت و حرمت دبابن خود مردمشان داشته باشن، اما با رابطه که با حکومت قائم می کنن و بر اونا کار می کنن و بر ضد در حقیقت مردم خود کار میکنن، یک اندازه نفوذ به دست می داشته باشن. یک تعداد دیگه کسا هستن که همیشه با حکومت هیچ رابطه نمیخوان داشته باشن، اونا در حقیقت یک قدرت موازی هستن در سطح پایان جامعه که مردم زیادتر اول پیش اونا میرن. ما اینا رو ریش سفیدا میگیم، مردم هایی که واقعا با حکومت چون حکومتی مستبد بود، حکومتی استخراجگر بود، از مردم همیشه میخواست چیزهایی رو بگیره، از اون لحاظ اونمو اربابا بودن که با حکومت همکار بودن. کسایی که از چی داشتن به اصطلاح حرمت و عزتی محلی در مابین مردم داشتن نمیخواستن ارباب شدن. باور بکن یک وقتی بود یکی از کاکای ما رو مردم میخواستن ارباب بسازن، او هیچ قبول نکرد، فامیل ما هم قبول نمیکرد که نه، ما مردم ارباب و ارباب کارای اربابی نیستیم، ما مردمی هستیم که در موال خود میمانیم، از حکومت دوری میکنیم و اگر خدمتی از کسی برای کسی کرده بتانیم، خصوصا از خیشه و اقوام اینا مردم میامدن پیشی، البته بزرگای فامیل برای حل مشکلاتشان. این یکی از صفات بسیار عمده چیز است، وضعی سیاسی محلی در کشور است که مردم درک نمی کنن به اندازه که لازم است. ببینید در این وقتهایی که جنگ و اختلاف و چیزا در افغانستان به میان آمد، اربابا با حکومت یک جای بودن، هر حکومتی که بود، با خلقی هم یک جای شدن، با پرچمی هم یک جای شدن، با جهادی هم یک جای شدن، اما اینا افرادی چی نبودن، مفید نبودن در مسائل جهاد و مسائل نقش روحانیون و ملاهای مذهبی چگونه بود؟ اینا هم مرجع نفوذ در بین مردم تلقی می شدن یا نه؟ در صورت عموم در بدخشان و در مناطق شمال افغانستان ملاها و مولوی ها و یک وقتای ما داملاها می گفتیم، مردم های بودن که در بخارا و سمرقند اینجا تحصیل کرده بودن، آمده بودن، مردم های هستن که محترم هستن، مردم احترام برشان دارن، به صورت کل اونا در مسائل اربابی اینا دست نمیزنن. اگر کدام تایش هم که دست میزد، او را مردم باز در سطح پایانتر میدیدن کسی است که میخواهد در مسائل قومی و اینا به اصطلاح دست بزنه، با حکومت یک جا باشه و ارباب، یعنی یک تفاوتی کلانی بود ما بین بازم ما کسایی که با حکومت بودن یا بیرون از حکومت بودن، در موازی بودن یا قدرتی یک جای عمودی بودن با حکومت. در مجموع وضعیت معیشتی مردم چگونه بود؟ یعنی فقر، گرسنگی به معنی ازی که شما خودتون در دوران کودکیتون متوجه شوین، مثلا بین اون کودک در خانواده متوسط که فلان جای مردم از گرسنگی رنج میبرن، چنین چیز را هم حداقل در اطراف خود شاهد ببینین؟ در بهارا، در اوایل ماه هود مثلا، اوایل ماه حمل تا ثور تا فصل دیگری که میامد، مردم یگان وقت رو به قحطی می آوردن. من خود به خاطر دارم که مثلا پدر من می رفت به دور طرف واخان و اینجا که عسکری کرده بود و بلد بود، اونجا می رفت در آوردن گندم در این فصل آخر، برای از اینکه تمام ذخایری را که اینا در تیرما داشتن و در زمستان داشتن
و مصرف کرده بودند. و در اوایل بهار همیشه نی، بعضی سالا مردم به قحطی چی میشد مواجه میشد. در اون وقتا خوب بیادم هم هست که مثلا سبزهای تازه ای که چی میشد دیرون میشد از اونا استفاده میکردن، میاردن با شیر. در اون وقتا خوشبختانه همی بود که در ماه هود بزغاله و اینا و اصطلاح تولد میشد و شیر بود و مردم از اونا استفاده میکردن برای امو رنجی گرسنگی و این حرفا. اما به صورت عموم در بدخشان در جایی که ما در طفولیت بسیار کلان شدیم مشکلی بسیار زیادی قحطی و حرفا وجود نداشت. مردم کسی یعنی به شکل کلی از قحطی مثلا در یاد من نیست کس مرده باشد یا رنج بسیار بزرگ برده باشد. پیش از اینکه وارد بحث های بیشتر شویم، من یک مقدار خصوصیت های شهران را هم بشناسیم. چی بوده که اسم شهران را سر قریه شما گذاشته بودن؟ خب یک سلسله حکایاتی وجود داره که شش برادر از فرغانه خصوصا از شهر اندیجان اینا به بدخشان آمده بودن و یک جایی همین قشلاق به اصطلاح اینا شروع کردن. به احتمال زیاد یک شهرکی هست 20 کیلومتر غربی شهر اندیجان به نام شهرخان که هنوز هم موجود داره و ما رفتیم در اونجا. احتمال زیاد اینا از اندیجان میگن، اما از اندیجان از این شهرخان ممکن آمده بودن که بسیار نزدیک اندیجان هست و احتمال دارم قشراق هم به مون نام شروع کردن به نام شهرخان، اما پسان شهران شد. از چی دور نیست، یعنی از امکان دور نیست. از فرغانه از اندیجان بودن ما هیچ شکی وجود نداره. زبان ما با زبان مردم اندیجان امروزی فرغانه بسیار نزدیک است. از زبان ازبکی. از زبان حرف زدن، یعنی تفاوت زبانی بین کسانی که در بدخشان هستند با سایر مناطق افغانستان، مثلا در تخار هستند، در جوزجان، در فاریاب اینجا زندگی میکنن، چه مقدار هست؟ بیشتر در سطح لهجه هست یا نه برخی از واژه ها کلمات هم فرق میکنن؟ ببینین احتمال زیاد این شش برادر هم با بابر آمدن. با بابر چون او را از منطقه رانده شد توسط پسر کاکا خود و دیگرها، او اول آمد بدخشان، 3 سال در بدخشان ماند و در می 3 سالی که در بدخشان بود یه در اونجا برای خود نظامی درست کرد، دیگه باز رفت کابل فتح کرد. و به احتمال زیاد اینمی افرادی که در اونجا ماندن، همی شش برادری که قریه ما رو شروع کردن، کسایی بودن که اینا رو گفتن شما همینجا باشه نگهداری بکنین از این منطقه. من فکر میکنم بعد از او، بعد از اینکه البته او 10 سال در کابل ماند و بالاخره رفت امپراتوری مغول در سال 1526 در دهلی آباد کرد و بعد از او البته منطقه تمامش تحت تصرفی مردم های ترک زبان بودن که به نام مغول یاد شدن. اما در رقم اما یک تعداد مردم آمده رفتن از آسیای میانه. از او لحاظ لهجه های مختلف، اقوام مختلف، ازبک ها تقریبا بیشتر از 100 تا قوم دارن که هر قوم از خود نام دارن و ما مثلا در مناطق خود ما خود کلتتای میگیم. کلتتای به ارتباط یک اسب است، یک نوع اسبی است که کمکی قدش کوتاه‌تر است و از خود یک رفتار بسیار خاصی داره که احتمال داره به کلتتای به خب نامای اقوام البته مختلف بود و ما مثلا با دیگرها هستند که مربوط قوم اقوام دیگری هستند. برلاس ها هستند مثلا در وادی خاش، مثلا قشلاقی داریم به نام تاجیکا، نامشان تاجیکا است و خود اونا هم تاجیک هستند. اما در پهلوی ما مثلا قشلاق دیگه است به نام مغول ها، نام قشلاق مغول است و لهجه از اونا کمک فرق دارن. یوزنیمت مثلا جای دیگه از درخان، اینا همش نامای ترکی هست که اقوام مختلف آمدن با لهجه‌های کمک متفاوت از هم دیگر حرف میزنن و همه ایشان آسیای میانه است. ما مثلا جای دیگه ای داریم نزدیکای جرم به نام چونگ ها، چونگ و هم نامی هم بزرگ معنا میده و هم بزرگان
و اونا هم به یک لهجه کمک متفاوت از ما حرف میزنن. مثلا بعضی چیزایی که ما جوق میگیم اونا جوق میگن، ما یوق میگیم، مثلا جیم و یا از هم متفاوت شد. این نوع تفاوت ها در بدخشان، در قطغن، اینجا بسیار زیاد معمول است. اما ما با مردم تاجیک مخلوط هستیم در همه جا. در بدخشان تقریبا تاجیک و ترک با هم مخلوط است. ما از ازبک بودن خود خبر نداشتیم. ما را شوروی ها و اصطلاح ازبک ساخت. ما اصلا زبان خود زبان ترکی میگفتیم. کتابایی که نوشته شده بود در وقتایی که ما خود بودیم میخوندیم ترکی کتاب میگفتیم و همه چیز ترکی بود. بالاخره من فکر میکنم در سال 1925 بعد از اینکه استالین تصمیم گرفت که این منطقه ترکستان تقسیم بکنه و به اساس زبان تقسیم بکنه، زبان دیدم که اونا خودشان به اصطلاح کشف کردن که این قسمت ازبکستان باشه، این قسمت تاجیکستان باشه، این قسمت ترکمنستان باشه، این قسمت قزاقستان، قرغستان، ما در حقیقت ازبک شدیم. اما قبل از اون منطقه ما ترکستان گفته میشد. زبانی که معمولا مردم در مکالمات روزمره خود زیاد استفاده میکنن اختصاصا ازبکی هست یا شما فارسی هم صحبت میکنین؟ در مردم ما دو زبانه است. مردم ما دو زبانه کلان میشن. در قشلاق ما بودیم، مثلا یکی از مادر کلانای پدری ما همیشه تاجیکی حرف میزد. او رو ما تاجیک ماما میگفتیم، حتی نامش هم تاجیک ماما بود، اما مادر کلان ما بود و مادر پدر ما بود و ما همیشه با او مثلا از طفولیت. او رو هم یک قصه داره که قبل از اینکه با پدر کلان ما عروسی بکنم با یک میری تاجیکا که تقریبا یک نیم روز دو روز به اسب دورتر هستن در مناطق کران و منجان، یک جای است قشلاقی اونا به نام چی هست که خدا نه حضرت سید بالاتر غرمی، غرمی میری غرمی میگفتن، با او ازدواج کرده بود و ای را در زمان حبیب الله خان و عبدالرحمن خان فکر میکنم کوچانده بودن، برده بودن کابل، بودن نزدیکای کلوله پشته زندگی کرده بود یک چند سالی. باز مشاور اولی از او در جا وفات کرده بود و ای پس آمده بود به قشلاق و چون با تاجیک چی کرده بود، عروسی کرده بود، جوان بود دیگه، بود چند تا اولاد هم داشت، پس که به قشلاق آمده بود زبانش تاجیکی شده بود. و او یک عمه من که چشمش بیناییش کمکی چی داشت مشکل داشت، با اونا ما همیشه تاجیکی حرف میزدیم از طفولیت، با دیگر اعضای فامیل به چیز ازبکی حرف میزدیم. در قشلاق هم این موضوع بود، با تاجیکا ما تاجیکی حرف میزدیم. مثلا در مکتب با ما یک جای بودن، مکتب ما به زبان فارسی بود، در زبانی که اگر مدیرای مکتب فارسی زبان می بودن فارسی بود، اگر پشتون می بودن پشتون می شد، به علت ازی که می گفتن شما ازبک هستین شما زبان ملی را یاد بگیرین. ما در مکتب ابتدایی زبان دو بار سر ما تغییر دادن، من کتب درسی را، ما مثلا وقتی که نو به مکتب شامل شدم یک کتابی بود به نام Hope Hope داده از ما تو، اما صفحه اولش بود که هنوزم او چیز در یادم هست، اما تصویر در یادم هست که توپ چی رقم ترسیم کرده بودن و در زیر چطور نوشته شده بود. بعد از او با صنفی دو شدیم، یک مدیر تغییر کرد، مکتب کتاب درسی تغییر کرد، این مسائل زیاد بود در منطقه. اما در واقعیت این بود که ما دو زبانه بودیم. امیر عبدالرحمن در تاجک تواریخ اغلبا وقتی یاد میکنم مثلا به شکل بسیار کلی از دشمن بدخشانی حرف میزنه، مثلا که این مقدار دشمن بدخشانی رو در دهن تو پرند، منظورش از این دشمن بدخشانی کی بوده؟ مثلا نیرویی که در بوده اختصاصا در کدام مناطق مقاومت میکردن؟ تمام مردم بدخشان بودن؟ ازبک های خاص بوده؟ تاجک ها بوده؟ مغول ها بوده؟ چی بوده؟ اینا ببینین به صورتی کل عبدالرحمن خان با بدخشان آشنا بود، از طریق بدخشان از سمرقند آمد به داخل افغانستان. از اولی از میرای اون وقتا مسئله میر و میرا زیاد مطرح بود، مثلا در درواز، در شغنان، در خود فیض‌آباد، اینجا میرا بود و این میرا بودن که به اصطلاح حاکم منطقه بودن. عبدالرحمن اینا را میشناخت،
و زیادتر اینا را کسایی بود سرشان اعتماد نداشت. یه خب ببینین عبدالرحمن خان در سمرقند 10 سال تقریبا زندگی کرد در تحت تسلط استعمار زارای زمان و کسی که زیادتر با او آشنا شد از لحاظ تاریخی با تاریخی شورایی زمانی روسای تزاری و اینا پیتر کبیر بود و پیتر کبیر یک کسی بود که بسیار آدم خوار بود در تاریخ روسیه از او که کسی آدم خوارتر نبود و او هم همین فکر داشت که کسی که در منطقه اگر امکان چالنج دادن با پیتر کبیر داشته باشه باید از بین بره. از اون لحاظی درسی از این به اصطلاح الهامی که از این گرفته بود و الگویی که داشت پیتر کبیر بود در حقیقت. ای که افغانستان آمد اونمو الگویی خود که پیتر کبیر بود در حقیقت مثل از او عمل کرد. هر کسی که در برابرش اگر اویی که دیگرا چی را داشتن یعنی او امکان داشتن که در برابرش استاده شوند یا در برابرش جنگ بکنن یا مخاصمت بکنن او مطرح نبود، فقط فکر خودش بود. اختصاصا باز هم امی تعبیر امیر عبدالرحمن می خوام پرسونم، منظور امیر عبدالرحمن از این میرهای هم که بودن مجموع مردم بدخشان بودن از تیپ های گوناگون یا نه اختصاصا بیشتر توجهش به طرف میرهای خاص بودن مثلا از اقوام؟ به صورت کل در خود بدخشان در اون زمان زیادتر میرای تاجیک مردمی تاجیک زبان بودن، اما میرای قطغن مثلا قندوز و این مناطق میرایشان عموما مردمای ترک زبان بودن و اینا همیشه در مخاصمت بودن با هم دیگر. مردم ها معمولا از قطغن حمله میکردن بالای میرای بدخشان، از اونا جزیه میگرفتن، از اونا به اصطلاح تا چی میگیم باراج میگن چی میگن یک اصطلاح بسیار خوبی فارسی هست، باج میگیرن، باج ببخشید، باجگیری میکردن هم از نیازی مثلا اسب و از نیازی چقدر گندم و از نیازی چقدر تا دخترها و اینا. این مسئله معمول بود در اونجا. عبدالرحمن با این آشنا بود و اینا را اگر بر هر زبانی که بودن در هر جایی که بودن در منطقه ای در تاج تواریخ موضوع تنها چی نیست، بدخشانی ها نیستن، قطغنی ها هستن که اونا هم به توپا پرانده و به سگا. اینجا منظور بافتی جمعیتی رو من میخوام که مثلا بدونم در بدخشان اون زمان امیر عبدالرحمن با کی طرف بوده، یعنی اختصاصا وقتی که دشمن بدخشانی میگن میرهای ازبک بدخشان بیشتر در مقابلش بودن، میرهای تاجیک بودن یا مشترک بودن؟ زیادتر تاجیک بود در بدخشان و در قطغن ترکا بودن، ازبکا، امروز ازبکا، در او وقت همگی ترک بود، مشکلی دیگه نبود. نام یکی از اقوام ازبک هستن. بعد در دوران کودکی هایی که شما داشتین که خاطره هایتون یاری میکند از این دوره های هول و هراس مثلا وحشت را که امیر عبدالرحمن ایجاد کرده بوده در بدخشان اصلا صحبت میشد در بین مردم به شکل قصه های افواهی یا نه؟ خب ببینین دوره عبدالرحمن خان در زمانی که ما به اصطلاح طفل بودیم یا نوجوانی بود کمکی دیر بود. از اونا مادر کلان ما یکان قصه های میکرد و هم از دوره حبیب الله خان بود نه از دوره عبدالرحمن خان. ما که در سال 1945 این وقتا به اصطلاح در صحنه بودیم مسئله چی بود زیادتر دوره نادرخان بود و ظلم و جبری که نادرخان با آوردنی ایلجاری ها از شرق افغانستان خصوصا از مشرقی و جنوبی اینجا به قطغن و بدخشان آورده بودن و بر ضد به نام باسمچی ها که البته مجاهدینی آسیای میانه بود خصوصا کسایی که مربوطی امیر عالم خان امیر بخارا بودن مجاهدین اونا بودن راجب اینا قصه زیادتر بود که چقدر چپاول شد چقدر تاراج شد قریجات ما
و حتی بعد از او بر ما امی جای پیزار، یادتان باشه کوشای بود به نام پیزار نی؟ که در زیر از او چی داشتن همونطور رده رده چیزایی چی میگیم مثل میخک میخک ها بود زره باز او را که در زمین که میپوشیدن یک جای میماند. ما اطفال از اونا میترساندن که اوغان آمد. اگر شوخی بکنی به اوغان میتیم شما را، یعنی در حقیقت یک چی بود، یک وسیله ترس و واهمه بود و زیادتر هم ارتباط میگرفت به اینمی دوره نادرخان. این بسمچه ها که میگن، یعنی بسمچه ها هم خودشان به عنوان یکی از نیروهایی که میمادن در منطقه و غارتگری میکردن بودن؟ نه به صورت عموم اونا رو خب مردم هایی که محلی بودن دیگه، زبانشون محلی بود، قوم محلی بود و میفهمیدن که اونا چیز هستن، جهاد میکنن در برابری روسا در اون زمان. با اونا مردم مشکل نداشت، مشکل با کسایی بود که اقل اونا بودن. نادرخان از طرف افغانستان مثلا میمادن برای سرکوب کردن بسمچی ها. شما ببینین ایکایه از این را بسیار زیاد مفصل در سال 1990 نوشته شد. یکی از جورنالیست های جوانی که نامش همی دقیقه زیاد میبراید او قصه میکنم چی هست؟ نامش ممکنه یادم بیاید چند وقت بعد، من نوشتم کدیم راجع به این قصه که میگه کسایی را که از مشرقی و جنوبی به شکل ایلجاری به شمال بر ضد قوای روسا باسمچی میگفتن. باسمچی کلمه بسیار بدی است در زبان ترکی. باسمچی کسی را میگن که کسی دیگر را بالایشون بیاین به زور خود تحمیل بکنن و تاراج بکنن. روسا این کلمه را یافته بودن. اونا خود مجاهد میگفتن، مجاهدین افغان. ببینین در پاکستان هم کمونیستا کلمه دیگری داشتن به ارتباطی مجاهدین، اما خوشبختانه کلمه از اونا چی نشد، قبول نشد در مسئله بله فرهنگ عامه. اما متاسفانه روسا توانستن باسمچی رو بایست یک کلمه واقعا نامعنوس به ارتباط مجاهدین آسیای میانه ازش استفاده بکنن و قبول شد. یعنی در حقیقت ایلجاری هایی که از جنوب و از مشرقی آورده بودن، اینا را با دو شرط آورده بودن. یکی که اگر شما کله کوسه با معنی که این ریش کم داشته باشه، که ترک ها معمولا همونطور بودن، مثل از آرا و ترک ها چی داشتن، یعنی ریش کم داشتن به تناسبی تاجیک ها، اگر شما همچه کله ای را شما برای ما تقدیم بکنین، اینقدر پول نخت برتان داده میشه و مال و چیزایی را هم که به دست میارین از شما. همون کاری بود که در شمالی هم کردن، بعدا چند بار تکرار شد. اینی کار در قطغن و بدخشان هم شده، حسن قسمت های مرکزی بدخشان، قسمت های بخان و درواز و اینجا فکر نکنم چی بوده باشم. و به همون لیاز بود که مردم اینمی وحشت و دهشت به خاطر داشتن هنوزم و ما اطفال می ترساندن از این موضوع. در اون زمان ها مناسبات مردم با همدیگر مثلا در سطح عموم چگونه بود؟ یعنی داد و ستدهای مردم بسیار عادی جریان پیدا میکرد، به خصوص وقتی که این ایلجاری ها از جنوب افغانستان هم به شمال آمدن، در اینجا جا به جا شدن، بافت جمعیتی را چه مقدار تغییر دادن، الگوهای رفتاری را، روابط و مناسبات و مردم را چقدر متاثر ساختن؟ این مردمی تاجیک و ترک مشکلی نداشتن با هم دیگر، با هم دیگر ازدواج میکردن، زن میدادن، زن میگرفتن این حرفا. اما وقتی که ناقلین آورده شد، الجاریا نه، بعدتر مسئله به چی تبدیل شد؟ به موضوع ناقلین تبدیل شد، که البته از دوران 1884 زمانی عبدالرحمن خان شروع شد. یک کسی هست به نام کرنل ییت، یک کتاب بسیار جالبی داره، مقالات و این حرفای زیاد نوشته کردم،
که او در نقطه گذاری سرحدات افغانستان با تزاریه او زمان و همچنان با ایران نقش بسیار عمده داشت. وقتی که در سال 1884 یعنی نقطه گذاری یکی از مسئولیت های ییت بود، ییت برای عبدالرحمن خان گفته بود که این سرحدات نمیتونی در برابر روسا با مردمی که در این منطقه زندگی میکنن نگهداری بکنید. این در حقیقت یک پیشنهادی استعماری چیز انگلیس ها بود که تو باید از اقوام خودت، اقوام پشتون در این مناطق بیاری، خصوصا در نزدیکای سرحدات اونا را جانشین بکنی تا اطمینان پیدا بکنی که سرحدات در برابر روسا محافظه میشن. و بمو بود که روسا، انگلیس ها هم پول دادن و هم امکانات دادن و ای میگن ما بین 200 هزار تا 300 هزار مردمان مالدار پشتون قندهاری را و هم غلجایی را، البته قسمتی چی را میگن که زیادترش یک شکل چی بود، منفعت بود، بیاین قنداری ها، هم چیزی ماستین، هم تبار ماستین، قوم ماستین، بیاین این زمین و جای و همه چیز را برای شما میدیم، در شمال، در شمال بیاین. اما غلجه ها در برابر عبدالرحمن خان بغاوت کرده بودن، بلیازی از او میخواست که غلجه ها را از جای خودشان بیجا بکنن، تبعید کردن، تبعیدشان کرده و در عین حال وقتی که در شمال آورد اونا را از اونا محافظت کرد در برابر مردم. بسیاری زمینای آبی مثل که امیال هم صورت میگیرن، زمینای آبی قشلاقا و دیگر را گرفتن از مردمی تاجیک و ازبک برای ناقلینی که حکومت آورده بود برای از اینا دادن. غور و غورات و میمنه و فاریاب و اینجا امروز در نزدیکای سرحدات اینی مردم دارین، چندین نسل است که اونجا بودن زندگی کردن و با مردم چی دارن، معیشت دارن. از لحاظ کمیت خود این ناقلین را که گفتین یک بار مثلا در حد 200 هزار، یعنی 200 هزار با تناسب نفوس که در اون زمان در افغانستان بوده، در بدخشان بوده، بافت جمعیتی را باید بسیار زیاد تغییر داده باشد دیگر. خب زیادتر بدخشان نه، در بدخشان در قسمت‌های مرکزی اینا خصوصا افرادی که برای حکومت، برای نگهداری نظام به اصطلاح کار میکرد در فیض آباد اینجا بردن و بعضی کسای دیگری که در اونجا خدمت کردن برای حکومت، در سرحدات، در حکومت، کارهای حکومتی، کارهای نظامی، وقتی که تقاعد کردن برشان از اونجا زمین داده شد که اینا در اونجا جابجا شدن. تعدادشان بسیار زیاد نبود در بدخشان، بزرگترین تعداد در مناطق چی بود؟ شمال غرب بود، مثلا فاریاب و غوریات، غورات و غوریان و اینجا، این طرف های ایراد، اینجا بسیار زیاد اینا چی کردن. 200 هزار را که شما بینان یک رقم یاد میکرین، این اختصاص به بدخشان نداشت؟ یعنی در نه به شمال و ترکستان داشت زیادتر، منطقه ترکستان، ولایت ترکستان. تا سال 1964 ما ولایتی به نام ترکستان داشتیم که امروز فاریاب و میمنه و شبرقان و اینا رو در بر میگیره، بیشتری از اینا در اونجا جا داده شد. این مسائلی بدتر، مثلا اجدنهر ما بین مزار شریف و شبرقان، اینا کارهای چیز است به اصطلاح ساختاری نو بود، یعنی زمین نو تحتی چی آورده شد، آبیاری آورده شد، این زمین ها رو کلکش بازم به ناقلین داده شد. به این مسائل استاد ممکن است در فرصت های بعدی یک مقدار بیشتر بعدی میتونیم بعدی بحث بکنیم. مسئله بسیار مهم است که از نیازی خواهش های دولت و آرزوهای دولت و همچنان پلان های دولت میشه بدتر صحبت بکنیم بعد. حالا فعلا یک مقدار باز برمیگردیم به زندگی شخصی خودتان. دوران تعلیمات ابتدایی را در طبعا در خود منطقه شما، در شهران خاش، در شهران خاش مکتبی بود به نام معروف. بعد از او باز کجا رفتن؟ مثلا در دوره های
وقتی که در دوره متوسطه شد یا لیسه شد بچه چگونه قاعده در زمان 1950 و اینا همی بود که حکومت مرکزی نمیخواست که مکاتب متوسطه و لیسه را در اطراف زیاد ببخشن. ایواز از او اینا لیلیه در کابل ساختن و مکاتب لیسه و متوسطه و لیسه را در کابل زیاد بخشیدن. ما بچه های جوان اطراف آوردن به اینجا. ما وقتی که صنف شش تمام کردیم برای ما در حقیقت بورس داده شد و مثلا از مکتب ما 7 نفر انتخاب شد، 7 نفری که در طبقه بالای صنف بودن. ما هم اگه ما رفتیم مکتب متوسطه ابن سینا که فعلا هم در دیبوری هست در روبروی پوانتون کابل، ای حالی تغییر کرد پسان به لیسه و دیگه حرفا. ما در زمان ما فقط 3 صنف بود، 7، 8 و 9. ما به نام کچال و خورا در حقیقت در امی لیلی ها زندگی میکردیم و وقتی که فارغ میشدیم ما را 5 تا انتخاب میدادن که و هم لیسه های مسلکی بود. ما میتونستیم دارالمعلمین کابل برویم، لیسه شرعیات برویم در پغمان بود در زمان، یا لیسه زراعت و لیسه تخنیک عالی و مکتب صنایع، همه ایش مسلکی که ما این نوشته ها را باید میخوندیم و در مناطق خودمون میرفتیم معلم میشدیم یا هر چیزی که بود در اونجا باید کار میکردیم. من لیسه دارالمعلمین انتخاب کردم. آره، از جمع شاگردایی که با شما بودن مثلا 7 نفرشون اومدن در ابن سینا در کابل، بقیه در قشلاق ماندن. یعنی درسشون متوقف شد دیگه؟ درس از اونها یا متوقف شد یا بعضی هاشون پسانتر برای مثلا کمپودری، برای ملاریا، یک اون کارهای دیگه که پیدا می شد برای کورسایی به اصطلاح کوتاه مدت، یک تعدادشون در اونها جلب و جذب شدن و بعد از اون مامورین دولت شدن. مثلا کارهای باز هم کارهای مسلکی بود کلگیش. در دوران که شما بودنی یا آموزش قاعدتا اختصاص به پسران داشت اگر نه دختران هم شاملش میشد؟ هیچ دختر اصلا مکتب دختر وجود نداشت در زمان ما، کاملا بچه ها بودن. و یک چیزی دیگه که بسیار جالب بودی بود که ما حقی رفتن به لیسه حربیه نداشتیم. از منطقه ما هیچ کسی را در لیسه حربیه قبول نمی کردن یا در مکتب حربیه قبول نمی کردن. من سالی که بعد از سالی که من فارغ شدم از صنف 6 شدم مکتب ابن سینا شامل شدم، بعد از اون داوود خان شروع کرد و جلب و جذب جوانای، البته جوانای مردینه به اصطلاح. این محدودیت که شما میگین، این محدودیت رسمی اعلام شده بود یا نه فقط در سطوح محلی قاعدتا به شکل عرفی میره اعمال میکردن که کس نمیگذاشتن؟ اویش هم البته در قوانین ما کدام چیزی ندیدیم در نوشته که وجود داشته باشه، اما در عمل امی بود که از مناطق بدخشان، قطغن و ترکستان ممکن است هزارجات هم در وقت در سطحی به اصطلاح نظامی هایی که صاحب منصب شوند نمی گرفتن. اما بعد از سالی که من فارغ شدم شروع کردن از بدخشان. من بسیار آرزو داشتم مکتب عربیه براوم، منتها من امو چانس به اصطلاح مس کردم که یک سال از بعد از اینکه من فارغ شدم ابن سینا رفتم اینا شروع کردن. جوانای هستن از مکتب ما که بعد از ما آمدن و عالی جنرال هستن و دیگه و بعضیشون هم دیدیم. خب قسمت ما نبود به اصطلاح. من بعد از صنف 12 دارالمعلمین نخواندم و قصه رو هم پیشتر کردم. من اصلا وقتی که در ابن سینا بودم تنبل بودم، زیاد درس نمیخوندم، زیاد علاقمندم نبودم. میگفتم من میرم دارالمعلمی، در دارالمعلمی خلاص میکنم، میرم معلم میشم، یک بایسیکلم میخرم، زنم میگیرم، خلاص در قشلاق میباشم. همین قدر بود آرزوی ما، کدام چیز دیگه نبود. من صنف 10 که بودم امی بچی خاله کلان ما دکتر سمین عنایت الله شهرانی یک کاری کرد که مرا به ننگ آورد به اصطلاح. یک روز با هم بودیم در کوچه های ابن سینا، در پیشروی ابن سینا قدم می زدیم. او در فاکولته بود، فاکولته تعلیم تربیه می خواند. مرا بسیار بالا بالا کرد که تو میگی که بسیار بچه به عقل هستی و چی تو هوشیار هستی و چنان درس نمی خوانی، بیوی هیچ بیکار هستی. باز من برش قول دادم
قول ما همی بود که من از این ایمیال که امراید که رخصت شده میرم شروع میکنم به درس خواندن. این سال اول نمره عمومی صنف دهی دار معلمین میشم و همونطور هم شد. من رفتم شروع کردم به درس خواندن با همصنفی های من، میگفتن او ببین نظیف درس میخونم، قصدی اول نمره شدن دارم. خب امی بالا بالا بود به اصطلاح دیگر. من همون سال باز امتحان چهار نیم ماه بلندترین نمره رو گفتم، اما در انگلیسی ناکام ماندم، مشروط ماندم به اصطلاح. هیچ انگلیسی توجه نداشتم، نمیخوام. پارادوکس های خیلی جالب رو داریم. خب به هر حال یکی از خوشبختی ها شاید امین بوده که حداقل از لحاظ عددی یک نفر از نظامی های ما تبدیل شدن به ممکن است، ممکن است. بعد از اون بازی اونمو چیزی من سال به اصطلاح نمره اول نمره عمومی صنف ده بود که 13 تا سیکشن داشت. در جمله امون هم اول نمره شدن، بعد از اون حیات تغییر کرد کاملا. دیگه هدف معلم شدن نبود، هدف بیرون رفتن بود و گپاش. شما وقتی که قاعدتا از وقتی که برگشت میکنیم و اون زمانش از بدخشان اومدین در کابل، اوج تحولات سیاسی هست که در این شهر کوچکی که تازه دارد و طرف مدرنیزم حرکت میکند وجود دارد، مثلا دهه قانون اساسی هست، احزاب سیاسی سینا، شما چقدر بینان یک کودکی که تازه از ده اومدین در شهر اول متاثر شدین از این چیزها و بعد واکنش خودتان در برابر از این چی بود؟ چی کار کردن؟ چی صفگیری؟ بله، بسیار سوال مهم است. ببینین ما وقتایی که در مکتب بیشنو دار معلمین بودیم، آقای حفیظ الله امین مثلا مدیر مکتب ما بود اول در متوسطه، و مسئله ملی‌گرایی و عرفا بسیار زنده بود. ما مثلا هم در دار معلمین بدتر هم مدیر ما بود آقای حفیظ الله امین. او وقتا ملیتگرا بود و کسی بود داود خان بود و فیلم هایی را می آوردن مثلا که شوروی ساخته شده بود بر ضدی به طرفداری ببخشین خودی همون شوروی ها و بر ناکامی به اصطلاح چیزا جرمنا هیتلر و حرفا. باز وقتایی که هیتلر و حرفا می برد دیگه ما بچه ها بسیار طرفدار جرمنی شده بودیم در حقیقت. باز به جرمن ها دیگه چی میگدیم؟ هورا میگفتیم یا میخیستیم، حرفا بود. مسئله ملی‌گرایی بسیار زیاد حاد شده بود. مثلا در روزای پنجشنبه همه این بچه ها را استاد میکدن، باز جوانایی میرفت پیش روی شعرهایی به اوصافی به اصطلاح سردار داوود یا حفیظ الله امین، اینا شعر میخوندن و ما باید قف میزدیم. و این یک سلسله چیزهایی را در مابین جوانا به میان آورد، احساسی که قبلا وجود نداشت. یک نکته که اینجا خیلی جالب است، وقتی که مثلا شما در وقت فیلم را می دیدن مثلا به خاطر پیروزی جرمن ها در برابر روس، بلی آریان ها، آره. مثلا مسئله آریانیزم بود، یعنی اینا در واقع به گونه فضا سازی می شد که شما از جرمن به عنوان آریایی حمایت بکنن. صد درصد افغان ها خود آریایی می دانستن و با نازی ها هم رنگ و هم قطار می دانستن. و همین وقتی بود که مسئله مثلا تفاوتی ترک زبان ها را با هزار ها و در برابر البته با پشتون ها و تاجیک ها به میان آوردن که اونا آریان هستن و آریان ها بهتر هستن و ترک ها و هزار ها یک طبقه پایانتر در یک رنگ پایانتر جامعه قرار دارن. اونا آریان نیستن، ما آریان نبودیم، ما خود نمیتونستیم آریان توجیه بکنیم. بعد واکنش شما چی بود در برابر از این فضایی که خلق میشد؟ خب این البته برای ما رنجاور بود که ما مثلا یک تعصبی نژادی را چی میکردیم؟ تجربه میکردیم در مکتب و دیده میشد و این تفاوت ها البته در مسائل صنفی هم تأثیر گذار بود، در نمرات مثلا، در پیش آمدی استادا با شاگردا با همدیگر، اینا همه تفاوت گذار بود.
و به امون لیازم بود که من بسیار زیاد علاقه من بودم که اگر راهی پیدا شد که من بیرون بروم و بیرون درس بخونم و به امون لیاز آرزوی کلان من همی بود که من بیرون بروم دانشگاه امریکایی بیرون که معمولا شاگردایی که از فاکولته تعلیم تربیه در سال اول فارغ شدن اونا نه آباد شده بود، امریکایی آباد کرده بودن. اول نمره، دوم نمره، سوم نمره روان کردن AUB. سال دوم اول نمره و دوم نمره روان کردن. سال سوم اول نمره روان کردن. سال چهارم که من به اصطلاح سمت اول شامل شدم، اما کسایی که فارغ تحصیلی از چی شده بودن؟ سمت چهار شده بودن، اونا را یکی دو نفر، سه نفرشون را به ماستری روان کردن. اما برنامه ای به اصطلاح اول نمره سمت اول ختم شد. ما هدفی را که داشتم با هدف موفق نشدم. شما در می دورانی که هستین در تحولات که بیرون از حوزه مکتب مثلا اتفاق میفتد چی تعلق ارتباطات داشتین؟ مثلا به طور مشخص مثلا طاهر بدخشی در اون زمان ها یک از چهره های بوده که مطرح بوده، حداقل چهره بدخشانی، چهره یک مسائل مرتبط با تبعیض و تفاوت های قومی رو مطرح میکرده. شما واکنشتان در برابر اینا چی بوده؟ با اینا ارتباط داشتین؟ حداقل خودتان به طور شخصی؟ من بسیار جوانتر بودم به اصطلاح در اون زمان، اما با مرحوم طاهر بدخشی هم رابطه ای چی داشتیم به اصطلاح تو دید و بازدیده. اونا بزرگ بودن و ما بچه های خرد به اصطلاح، و همچنان با استاد ربانی. استاد ربانی هم در پوانتون در فاکولته شرعیات بودن و استاد نعمت الله شهرانی از بازم از بچه های از پسر خاله های بزرگ من، اونا هم جا تشریف داشتن. ما البته تماس ما با چی بود؟ زیادتر با استاد ربانی بود. زیادتر ما به اصطلاح پیش از اینکه امریکا برام اسلامگرا بودم تا چپی، و گاه و ناگاه ما در مجالسی با طاهر بدخشی بودیم. این نبود که من نبودم. باز یکی از همون گرایش هایی که به اصطلاح برای ما چی کرد در همون زمان بود، گرایش اسلامی بود نه چپی. اما من باز خوشبختانه بیرون رفتم. تصویر را که حالا از همون برداشت های اولیه شما از طاهر بدخشی داشتین چیست؟ مثلا خواسته باشین خود برگشت بتین به اون زمان، طاهر بدخشی رو به عنوان یک شخصیت زنده که فعال هست در بین مردم تاثیرگذار هست. یک ایکایی دارم از جناب بدخشی. بعد از اینکه من رفتم امریکا، 5 سال امریکا بودم، پس آمدم، او یکی از دوستای مرحومی حاجی رحمان قل خان، خان پامیر بود. من با خان پامیر زمستان 73 از پامیر آمدم یک جایی به کابل. من میخواستم ببینم که در کابل چی تعاملاتی داره، با کی کار داره، چی میکنه، مال آورده، مالای خود چطور میفروشه، من کارهای مردم شناسی به اصطلاح. من در این تحقیقات بسیار زیاد اونا را در امی نزدیک پل خشتی، اونجا یک سرای بود، در اون سرای اما وقتا ریاست مستقل سرحدات بود، چی بود، و اینا را به عینی صورتی که مثلا با مردم سرحدات پاکستان تعامل داشتن، برای از اونا جای میدادن، میمانداری میکردن، دیگه میکردن، و همی یک گروپی 10-12 نفری که از پامیر میامد، اینا را هم برای این شکل در امی سرای جای میدادن، اتاق داشتن. باز من زیادتر همراه رحمان قل خان بودم و طاهر جان ما میگفتیم، را طاهر جان میامد اونجا پیش خان سر و صحبت های زیادی داشتیم. باز یک روزی از من خواهش کردیم، من میخوام راجع به کارهایی که در امریکا کردی همراه هم صحبت بکنی، چی کردی، چی نکردی اونجا، چی استادات کی بود، چی خواندی، چی یاد گرفتی. باز یک روز من دعوتش کردم در خانه استاد شهرانی کلان و در دیبوری. اونجا من سلایدا داشتم، از پامیر سلاید گرفته بودم، زیاد سلایدای رنگه از شرح حیاتی از اونا و حرفا، اونا رو برش نشان دادم و همچنان من گفتم که من در سال اولی که در دوره ماستری بودم
سه جلدی داس کپیتال به انگلیسی سر ما خواندن و ما بحثی بسیار مفصلی داشتیم. با مارکس آشنا هستم و مارکس ما به حیثی چی میشناسیم؟ به حیثی یک عالم اجتماعی، یک تیوریتیشنی مسائل اجتماعی میشناسیم، نه به حیثی یک چی به اصطلاح چی میگیم؟ کسی که چی بودش؟ قدرت سیاسی و حرفا به حیثی یک انقلابی ما به حیث انقلابی رو کس امریکا نمیشناسن. به حیثی یک عالم اجتماعی همه گیه چیزایش مطالعه میشه، سر رو میکنیم. نه تنها در یک سمینار، در چندین سمینار ما گفتم ما آشنا هستم با افکاری مارکس لینین، با افکاری هیگل. اینا چیزهای معمول است در امریکا، امریکایی ها میخوانن، اما تفاوت در اونجایی است که اینا را به حیث انقلابیون هیچ کس نمیشناسه، به حیث یک عالم اجتماعی که صاحبی تیوریست، صاحبی تحلیل است، صاحبی درک اوضای اجتماعی به صورت کل، تنازی بقا و حرف هاست، به اون شکل میشناسیم. دایر حیران بود، من گفتم استاد من چیز است، کسی است که متخصصی چیز است، مثلا تایلند است و رشته بسیار چیزی از او بودیزم بود، دین، انتروپولوژی دین، و باز تخصصش بالای مسائلی چی بود؟ مسائلی بودیزم بود. و ما هیچ کورسی را مثلا راجع به شرق میانه و آسیا میانه هیچ کورس نگرفتیم و اونا برای ما میگفتن تو انتروپولوژی یاد بگی، بعد از او باز شرق میانه و آسیا میانهش خودت پیدا میکنی. و همونطور هم بود، استادای ما افریقاشناس بودن. طایر بدخشی، که وقت شما گفتن مثلا متحیر شده بود از چی؟ مثلا از امی که تا برای همی که امریکایی ها میخوانن، امریکایی ها آشنا هستن با این، یعنی اونا تو فکر میکنن که مارکس و لینین و حرفا و ایگل و چیزها را دیگه در امریکا ممکن مردم بدگویی بکنن، ممکن است مردم اونا را کنار بگذارن، اما در امریکا اونطور نبود. خودبندی ایدئولوژیک در ذهنشان بوده که احساس می‌کردن بله. اون طرف را دشمن میداند، همه چیزش دشمن است، که اون طرف هم همه چیز دشمن میداند. نه، من باز برش گفتم که مسائل داخلی امریکا خصوصا در جوامی چیز به اصطلاح دانشگاهی و اینا کاملا یک محیطی دیگری است، یک محیط آزادی است که در اونجا همه چیز بحث میشه، همه چیز فراتر از فراتر از این نکته که یادواری کردین. از طایر بدخشی دیگه چی تصویر از دوره مکتبتان میخوایم که باشن؟ دوره های اول چی تصویر در ذهنتان هستن؟ ببین، من دو تا طایر میشناسم. یک طایری بود که من که تازه کابل آمدم، صنفی هفتی بنسینا بودیم، اونا در لیسه عبیبیه بودن، و طایری بود که چای نمیخورد، چایش زیره بود، زیره بدخشان بود، و کالای تانی بدخشانی بود، همه چیزش بدخشانی بود، کرواس می پوشید مثلا، لباسش اینا کاملا بدخشانی بود، هیچ نمیخواست با مسائل بیرونی و اینا کاری داشته باشه. و طایر بعد از او باز کاملا این چیزا کنار رفت، یک مفکوره دیگه، البته مفکوره قومی داشت، مفکوره مسائلی چیره مطرح میکرد که به اسلام و مشکلی که ما با حکومت داریم چی هست و نوع قومیتی از این صدرت. من پس آنها البته به طایر بسیار حرمت میگذارم، آدم بسیار عاقلی بود، آدم بسیار هوشیاری بود، بسیار چیزهای خوبی نوشته، نوشتایش هم من خواندم پس آنتر، من بیرون بودم دیگه، بسیار چیزها به دسترس من نبود، اما وقتی که دسترس یافتم خواندم. ما بایش ارج و حرمت میگذارم، منتها روشی از او، یعنی از طریق مارکسیزم لنینیزم و چپی، ما فکر نمی کردم که به مسائل افغانستان بسیار مفید باشه. خدا شاهد است یکان وقتهای ما فکر میدم کاش که جایا تغییر میکرد، استاد ربانی به چپ میبود و طاهر در راست میبود. من فکر میکنم اگر طاهر به مو شکلی، و بسیار نمازخوان هم بود در اوائل، بسیار صوفی مشرب بود در حقیقت، اگر من میگم طاهر در راه صوفیگری و در راه اسلامی دوام میداد
نه اینکه آدم مسلمان نبود، آدم بسیار بسیار مؤمن بود، منتها چی نبود از ریاضی مسائلی، اما مفکوره اسلامی و این حرفا را در مسائل سیاسی جای نمیده، جایش ندیده بود یا نمیخواست ببینه و هر حال. اما دین افیونی جامعه و حرفای چی را بسیار ممکن است که سطحی هم که بود قبول کرده بودن دیگه. او یک بدبختی بسیار کلانی بدخشانی ها بود. من به مو شکل من کاشکی میگم که طاهر به روش اولی خود دوام میداد. قطعا یعنی طاهر در او دوران با دو جبهه متفاوت روبرو شد. یک در جبهش با در دوران بود که در بنیانگذار حزب دموکراتیک خلق هستن، ابر کارمل و ترکی اینا هستن که این ایدئولوژی چپ را یا ایدئولوژی مارکسیستی را دنبال میکنن که احساس میکنن با اینترنسیونالیسم مشکل افغانستان حل کنیم. ولی بسیار زود طاهر بدخشی از یه حلقه جدا میشه، به مخاطر ستمی ها که معروف میشن، یعنی که ستم ملی را در افغانستان در قالب این تفاوت ها و تبعیض های قومی مطرح میکنه، برجسته میکنه که روی یعنی متفاوت هست با اینترنسیونالیسم که با حزب دموکراتیک خلق از او حرف میزدن. در جناح دیگر هم مثلا با اسلامگرایان روبرو بودن که این اسلامگرایان هم به طور طبیعی بین المللی میاندیشیدن، خب اسلامشان فرامرزی بود، زیاد با مسائل قومی نمی پرداختن. طاهر بدخشی را از این منظر مثلا بین یک مردم شناس وقت که شما میبینین اثرگذاریش در بین مردم چگونه میبینین؟ بیشتر احساس میکنین که به هر حال نطفه های از یک تحول از یک فکر در جامعه ازبک، جامعه تاجک که در شمال افغانستان هستن گذاشت یا نه احساس میکنم که بیشتر به تشتت و پراگندگی در جامعه دامن زد؟ در یه چکی نیست که طاهر اثرگذار بوده در طرز تفکر، طرز دیدی جوانای شمال به صورت کل، در هیچ چکی نیست. طاهر یک آدم ایدیالیست بود متاسفانه در اوایل، تو فکر میکرد که امی مفکوره چپی مارکسیسم لنینیسم و ایمیلی و چنان میتونم، اما قسمی که در کتب به اصطلاح اینا دیده بودن قابل تطبیق بوده باشه. و کسایی که در یک جامعه متنوع قومی از این مفکوره پیروی بکنن حلال مشکلاتشان میتونه باشه، برای اینکه همگی به یک مفکوره میچسبن نه به مسائل قومی. اما او چیزی که او را به خیالم که چی کرد به اصطلاح متوجه ساختی بود که نه، در جامعه متنوع قومی از این ایدئولوژی ها هم گروه های قومی استفاده سو می کنن. ایواز از این که همین مسائل قومی اینا حل شود و مشکل کم شود زیادتر شد، برای از این که اونا عین تعصبه بر ضد افراد اقوام دیگه در حزب کمونیست هم بعد چی گرفتن و تجربه گرفتن در حقیقت. و از امولی از طاهر زود فهمید که این راهی که میرفت راهی به اسلام و گفته قدیم به ترکستان بود که از این راه نمیتونست با اینا معامله کنند. و فکر میکرد که خب خیر است، یک گروهی بسیار حادی به اسلام متحجری قومی مثل امین و اینا عاملی بوده باشن. هر حال اگر شما خواسته باشین که باز هم مثلا طاهر بدخشی رو جایگاهش را به عنوان یکی از نخبه های اثرگذار در اینجا ببینین، چه مقدار عنوان یک متفکر اثرگذار مثلا برش میتین، واقعا چقدر صاحب یک تفکر روشن میبینین؟ آثار که از او باقی مانده نشانه های از این که در او شما یک فرد را که متفاوت می اندیشه و بعد امین اندیشه خود را با قالب بسیار خاصش برای مردم مطرح میکنه در مقایسه با سایر نخبه های متفکران اثرگذار در جوامع دیگر، مثلا شما در مردم شناسی همین مدل را ممکنه در کشورهای آفریقایی داشته باشین یا در کشورهای خارجی داشته باشین، طاهر بدخشی را احساس میکنین که در کدام رده قرار میگیرن؟ چقدر نمره میتین برشان بینان یک طاهر
بسیار کوتاه زندگی کرد متاسفانه. زود از صحنه بیرون بردنش در حقیقت. او یک آدمی بود که با تجربه کار کرد. اول بسیار ایدیالیست شروع کرد و از ایدیالیزمش تغییر جهت داد. فکر میکرد که ممکن است یک گروه فاشیست از این نظر سوء استفاده بکنن. رفت به طرف دیگر، به جناح دیگر، و او جناح دیگر هم اونجا فکر میکرد که تعدادی بیشتری غیری پشتونا در اونجا میسته دارن و با اونا میتونم فکر میکرد که اونجا میتونم مفکوره را بهتر و بیشتر به اصطلاح چی بکنم سرش کار بکنم و بتونم از اون طریق به جامعه خدمتی بکنم. اما اونجا هم زود پیدا معلوم شد که نه، اونجا هم تفاوت زیادی وجود نداره. ممکن کمه که بهتر باشه و تناسب، اما چی نیست. و همون بود که باز اون انقلاب شد و در همون مراحل اولی انقلابی مثلا کمونیستی و بیچاره را از صحنه برداشتن، شهید کردن. اما در اون وقت یک چیز دیگر هم فکر میکنم دریافت کرده بود که بسیار جای خود نتانست و اون شکلی که لازم بود مطرح بکنه. و این بود که وقتهایی که در زندان بود قبل از شهادتش فکر میکنم درک کرده بود که رای چپ راهی چی نیست، مناسب برای حل مشکلی مسائل قومی افغانستان نیست. شما از طاهر بدخشی اثر را دریافت کردین که حداقل این استحاله فکری را که شما یاد میکنین ولو هم تجربی باشد بالاخره دریافت هستن و این استحاله فکری را از یک آدمی که چپ میاندیشه پس دوباره متوجه میشه که این ایدئولوژی راه حل نیست، ما مثلا به چیزی میرسیم امیر بیان بکند، همچون یک اثر را ازش دیدی؟ ببینید با تاسف طاهر نوشته خود چی نکرد به اون شکلی که یعنی یک منظم بوده باشه از دیدی فکری، از کجا شروع کرد، دلایلی باز چیش به اصطلاح تغییر جهت چی بوده، اینا وجود نداره متاسفانه. بسیاری چیزایش ما از نوشته های بسیار کوتاه در زمان های مختلف یک قسمتی از اینا نگاه شده، یک قسمتش چیز از لفظی است که ریکارد شده بود، هنوز هم وجود داره در بعضی سایت ها ماندن دوستا. از اونا دیدیم اما بیشترش واقعا تجربه بود، تجربه کسایی که بایش آشنا بودن، کسایی بود که بایشان نشست و برخاست داشتن. و ما هم تا حدی که دیدیم در اون وقتا، البته من متاسفانه بیرون بودم زیاد چی نبودم، اگر در اون افغانستان می بودم واقعا ممکن است رابطه ما با طاهر بسیار نزدیکتر می بود از لحاظ فکری. بالاخره من فکر میکنم که او به یک نتیجه رسیده بود که راه دین و همون دینی چی میگیم تعهد دینی که مردم ما دارن به اسلام ممکن از راه بهتر بوده باشه، راه معقولتر بوده باشه. و واقعا دوباره گشته بود، دوباره با مو با خط اولی. یک بخش دیگر از کار که به عنوان میراث بدخشی حداقل برای مردمان شمال افغانستان بر بدخشان میتونه داشته باشیم که حداقل یک از اولین کسانی هستن که کار سازمانی را در بین ازبک ها در بین مثلا تاجک های بدخشان رواج داد، مثلا سازمان ایجاد کردن. ولو ابتدای حرکتش از حزب دموکراتیک خلق بود، اما متوجه شد که ما بدون سازمان بدون تشکیلات رفته نمیتونیم. به عنوان یک پرکتیشنر به اصطلاح یک عملگرا، شما نقشش در سازماندهی چگونه میبینین؟ یک آدم استراتژیست، برنامه ریز، سازماندهی خوب بود؟ همی که اعتقاد به سازمان داشت و دوستایی که در اطرافش بودن دوام دادن، این خودش یک چیزی بسیار عملی مثبت بود، در این چکی نیست. این که تا چه حد شرایط نگذاشت او کاری را انجام بده، او مسئله دیگه است. ما ببینید در هر حالت در هر شرایط ما به اصطلاح امکانی اعمال ما توسط شرایط یا
امکان پذیر میشه یا که امکان ناپذیر میشه. من فکر میکنم طاهر بسیار مشکلاتی کلانی داشت در زمان و در مقطعی که زندگی کرد، برش چی داده نشد، امکانات داده نشد که سازمان خود را به یک جای برسانم و بتانه از او استفاده خوب و سالم بکنم. اقلا هم قسمی که شما میذار کردین، همین فکری داشتن یک سازمان خودش سازنده بود. شما این داره باز از این منظر که سر میکنین، مثلا عملگراهای سیاسی ایدولوژی که برای تحول در افغانستان کار میکردن در اون دوران ها زیاد میبینیم، در این سطح که طاهر بدخشی قرار دارد، مثلا از اعضای حزب دموکراتیک خلق هستن، در اردو جناح خلق و پرچم، از جریان شعله جاوید هستند کسانی داریم، از مثلا اسلامگراها رو میبینیم در مورد هستن. در اینمی رده نقش طاهر بدخشی را در مقایسه با هم قطارا و هم نسلاش چگونه میبینین؟ احساس میکنین فرض کنن با اکرم یاری، با کسی مثل ببرک کارمل، کسی با میراکبر خیبر، با کسی مثل برهان الدین ربانی یا او زمان اعضای حزب اسلامی، حالا گلبدین حکمتیار پسانتر مطرح شدن، با این اینا در چی رده قرار میگرفتک؟ اینا اگر طاهر بدخشی طول عمرش به اندازه البته اکرم یاری اینا کمتر، اما کارمل و استاد ربانی و اینا اگر به این اندازه و عمر بیدید، من فکر میکنم که جای از او امروز در تاریخ افغانستان کاملا متفاوت میبود و زیادتر برازنده میبود. برای ازی که هنوز هم امی تفاوت های قومی که امروز ما روی از او صحبت میکنیم و میخواییم راه حل پیدا بکنیم، چیزی هسته که در حقیقت تخمش او گذاشت. طاهر بدخشی در به هر حال در سیر رشد مدنی در افغانستان هم تحولات مرور میکنیم، عمر زیاد ندارد، بخاطر از اینکه خب با ابتدایی ترین نطفه های حرکت های سیاسی و فکری در افغانستان از دهه 40 خورشیدی شروع میشه. یعنی آهسته آهسته رشد میکنن، تمام این عمرش تا زمانی که در کودتای حزب دموکراتیک خلق میرسن و وضعیت دگرگون میشن چیز بیشتر از 15 سال 14 سال نیست و این دوران طبیعی میشه دوران ابتدایی یک حرکت بودن. هیچ کدام از این شخصیت های اثرگذار را نمیتونیم در این مراحلش زیاد برش ارزش گذاری بکنیم. اما به هر حال اینا کسانی هستن که سر تحولات بعدی هم تاثیرات خود گذاشتن. خیلی ها حالا فعلا اینها رو به عنوان الگوهایی میبینن که به گونه یک نوستالژی آرزو میکنن کاش میمون، مثل که حالا شما مثلا آرزو میکنن که کاش طاهر بدخشی بیشتر زندگی میکرد، شاید الگوی بهتر از آقای ربانی یا مثلا ببرک کارمل را میکرد، یا مثلا زمان کسان دیگر هم همین هستن. چیزی که حالا فعلا ما و شما داریم، شما به عنوان یک مردم شناس یک فلش بک بزنن به اصطلاح از این حالایی که فعلا هستن تا اون دوران را احساس میکنن که از سال 57 58 تا در حالا را افغانستان از لحاظ تحول خود در هر عرصه‌ای که مثلا فکر کنید یک واقعیت بینون، یک واقعیت اجتماعی با خصوص از دید مردم شناسی، یک واقعیت مردمی در سال 57 58 وجود دارد، یکی دیگر در سال 1401 وجود دارد. حس میکنین چی تفاوت های خاص در این دوره ها در افغانستان اتفاق افتاده که برای شما به عنوان یک مردم شناس جالب است؟ ببینید در زمان طاهر بدخشی و هم دوره های از اونا، مشکلی که ما در افغانستان داشتیم عدم وجود یک کتله کافی از جوانای با تفکر آشنا با افکار که انتقادی میتونستن فکر بکنن بود. و امروز تفاوتی که ما میبینیم ایسته که ما یک کتله بسیار بزرگی داریم که آشناستن با افکار متفاوت و میتونن انتقادی هم بالای هر فکری اینا چی بکنن، کار بکنن و نتیجه بگیرن. دوره طاهر در اون زمان هم از لیازی اما داشتن دسترس به افکار بسیار محدود بود. مثلا تمامی
اونا مثلا انگلیسی یاد نداشتن، بسیاری از اینا انگلیسی یاد نداشتن، همه ایشان باید بالای چیزی که ایرانی ها ترجمه کرده بودن. و او هم از حزب توده ایران ترجمه شده بود و بعد از رسشان گذاشتن میشتن، روسی یاد نداشتن. شرایط تغییر کرد پس اونا که بسیاری رفتن روسیه از نزدیک دیدن. طاهر مثلا هیچ روسیه رو ندیده و هیچ بیرون نرفته بود. اگر طاهر میرفت یک باری به تاجیکستان یا ازبکستان یا قزاقستان یا مسکو، بسیار یک دنیای دیگه ای رو ممکن میدید که او تجربه نشد. از اون لحاظ محدودیت، ببینید در هر کاری که بوده باشه باید یک کتله وجود داشته باشه. اما چی میگن؟ یک منیمم ماس، یک چیزی باید وجود داشته باشه. یک نفر نمیتونه، ده نفر نمیتونه یک نهضت پیش ببره، خصوصا با محدودیت های دسترس به فکر، به افکار متفاوت. و اونا در اون زمان یک مسئله دیگه هم بود که کاری رو که شوروی ها کردن در اون زمان یک کاری بسیار عمده است و یک تحول بسیار بزرگی اینا در جامعه آوردن که این ماندگار است. هیچ کس فکر نمیکرد در اون زمان که مثلا شوروی تا 1989 وجود نداشته باشه. یک بدیل بود. اما این موضوع به مرور زمان تغییر کرد و بدیل نماند. و چیزایی هم که اونا راجع به کپیتالیسم اینا یا مخته بودن یا گفته برشان میشد کاملا تغییر کرد. و کپیتالیسمی را که برای از اونا یعنی حزب توده یاد میداد، و کپیتالیسم در حال تحول بود. اینا بسیار چیزا را تغییر دادن در جامعه، برای مردم مثلا کاریابی، برای خدمات اجتماعی. ممالک غربی بسیار پیشتاز شدن. و چیزهایی رو که روسیه مثلا برای مردم خود نشان میداد یا خیلی هم کم بود، ناچیز بود به تناسب کارهایی که دیگرها کردن. و حالا استاد امیر میخوایم که امیر بگه مثلا واقعیتهایی که شما میبینید در اون زمان همین محدودیت دسترسی به اطلاعات بود یا مثلا امکانات را که افراد بتونن جهان را بهتر درک بکنن. حالا فعلا بعد از مثلا 40 سال 43 سال وقتی که با اون سر میکنن، فکر میکنن که افغانستان به عنوان یک جامعه با همین ترکیبهای خود از اون زمان چقدر متحول شده، اینمی امکانات مثلا دسترسی به اطلاعات اینا چقدر تأثیر گذاشته سر افکار مردم، سر الگوهای رفتاری مردم. جامعه در 40 چند سال گذشته بسیار تجاربی تازه ای را داشته که هیچ غیر قابل باور بود در زمانی که ما جوان بودیم و طاهر زنده بود و حرفا. یکیش همی که جنگ آمد، جنگ تحمیل شد بالای جامعه، یک تعداد زیاد مردم مهاجر شدن که قبلا این موضوع نشده بود، نبود. مثلا بسیاری کسا از دیهات ما در دوران ما غیر از اینکه به پشکی رفته بوده باشن بیرون نمی رفتن، جای دیگر ندیده بودن. و پشکی بسیار یک تجربه بزرگ بود برای کشلاقی ها. ما بارها خدا شاهد است از مامای خود، کاکای خود قصه های از اونا را طولانی شنیدیم که ساعت منصب چی کرد که ما کجا رفتیم، چی شد و چنان شد. یک تجربه بیرونی بسیار زنده بود، برای ما تازه بود. پشکی چی بود؟ یعنی ولسوالی بود مثلا؟ نه، پشکی چی بود؟ امین بود که کسی که 20 ساله میشد باید به مکلفیت برای 2 سال باید میرفت عسکری میکرد. جالب است پشکی میگفتیم. تعبیر جالب است که تازه باشه آشنا میشم. منظورتان همون دوره خدمت سربازی بوده یعنی؟ بله بله، خدمت 2 ساله مکلفیت سربازی. ما رو پشکی میگفتیم در بدخشان، معمولا مردم به پشکی میرفتن بر 2 سال. او یک تجربه بزرگ بود. حالا چی میبینید؟ شما در زمان 1988 بعد از چیزی کویتوی کمونیستا حدود 8 میلیون نفر بیرون افغانستان رفتن.
پاکستان و ایران 5 میلیون در چی بود؟ تخمین بود که در پاکستان هستند و حدود 2.5-3 میلیون هم تا ایران بودند. برای از 2 میلیون مردم دیگه از دیهات آمدن به شهرها. این یک تفاوت بسیار کلان اجتماعی است. و بعد از او دوام پیدا کرد. در دوران جهادی ها هم چی شد؟ کمونیست ها مثلا بیرون رفتن. چی بود؟ یک نوع تعاملی بود که قشرهای مختلف جامعه تجاربی بیرونی حاصل کردن و بعد از او دوام پیدا کردن. ما میگیم بیشتر از نیمی نفوسی افغانستان بیجا شدن. این بیجای خودش یک تجربه بزرگی است برای مردم. همیشه این تجربه مثبت نیست اما جهات مثبت داره. و تجربه 20 سال گذشته فکر میکنم که بزرگتر از هر وقت دیگر در تاریخ افغانستان تاثیرگذار بوده و این بود که در نیمی 20 سال مکاتب به حد زیاد آباد شد. بله با تمام مشکلاتش که معلم نبود، کتاب نبود، وقت کافی نبود، حرفا بود، اما بازم در مابین از اینها یک قشر جوان ما تحصیل کردن، چیزایی را آموختن و مدارس آباد شد، دانشگاه ها آباد شد. بله البته کیفیتی درسی و کیفیت استاد و کتابخانه و حرفا نبود به او حدی که لازم، اما بازم به تناسبی سالهای قبلی به حد زیاد تفاوت های آمد و در تعداد زیاد جوانان بیرون رفتن به تحصیل و استفاده از بورس‌های مختلف به هندوستان، به پاکستان، به ایران، خصوصاً و تجربه مهاجرین ما در ایران بسیار سازنده بود که در اونجا برشان موقع داده شد که در مکاتب ایرانی درس بخوانند، در دانشگاه ایرانی برن درس بخوانند و جوانای ما از او استفاده عظمی کردند. و این چیزای ساده نیست. از اون لحاظ است که ما امروز یک جامعه کاملا متحول و متفاوت داریم در افغانستان به تناسبی سالهای 1945. یکی از نکته هایی که شما اشاره میکنین به خصوص بخش آموزش هست که آموزش مدرن که دسترسیش یک مقدار عام شده در درون جامعه و از اثرات آموزش یکیش همین هستن که بسیار فردساز است. شاید این فردسازترین تمرین را که انسان ها در زندگی روزمره خود دارن همین آموزش است. از صنف اول که شروع میشه که یک دانش آموز با الف با شروع میکنه تا خودش نمره میگیره، خودش مثلا با استاد خود سر و کار پیدا میکنه تا راه خود تعیین میکنه، بالاخره به فرد تبدیل میشه. با وقتی که جامعه فردگراه میشه یا فردیت در درون جامعه مطرح میشه، به طور طبیعی تمامی روابط مردم متحول میشه از یک جامعه بسته که در اونجا فرد هیچ نقش نداره. احساس میکنن که مثلا همین تحولی که از مجرای آموزش جامعه را به فردیت برسنن، بر الگوهای رفتاری مردم مثلا در زمینه خشونت چقدر تأثیر گذاشتن؟ درست اینه؟ به طور طبیعی وقتی فردگرا میشین شما، فردیت تقویت میشد، آدم ها ریسک پذیریشون کم میشن، شما در جمع بیشتر ریسک پذیر هستین و ریسک پذیری که وقتی کم شد به طور طبیعی تمایل به خشونت و رفتارهای خشونت آمیز که بیشتر سبقه گروهی دارن کم میشن. فکر میکنین آموزش در افغانستان که ما شما هستیم از سال 57 خورشیدی تا سال 1401 خورشیدی تانسته که گراف خشونت را در درون جامعه در مجموعش پایین بره یا نه؟ فکر میکنم گراف خشونت بالا رفته. متاسفانه تجربه افغانستان یک تجربه بسیار خاص است به تناسب بسیار جامعه دیگه. در امی چل چند سال جامعه ما با خشونت زندگی کرده، همیشه خشونت وجود داشته، هیچ وقت ما دور از خشونت نبوده، چی در سالهای 1980، 90 و 2000 تا 21. جامعه جوان ما با خشونت بزرگ شده.
جامعه کسایی که در سن سال ما هستن یک دوره ای را میتونن به شکلی زمان طلایی، او هم طلایی نبود، اگر طلایی بود طلایی زندانی بود، یعنی زندان طلایی بود که ما در یک زندان زندگی میکنیم، منتها خشونت بسیار کم بود، در زندان ها معمولا خشونت کم میباشد، اما ما اونمو را چی میکنیم؟ اصلا نستالژی تازه افغان ها همی هسته که دوره شاهی اونا چنان چطور بود. خب اما بود که عامل یعنی مسائلی بعدی شد. هیچ چیزی که ما تجربه میکنیم بدون پیشینه با وجود نمیاید. از اون لحاظ درست است ما در سطح سیاسی فردگرا هستیم. این تمام ساختار سیاسی ما به محراق افراد چرخ میخوره. ای یک بدبختی بسیار بزرگ است در سیاست که ما همیشه امیدواریم و همیست که افراد مشکل ما را حل بکنن. اینا باید حلال جامعه ما بوده باشن. بارز مزد در امیجا یک نکته که میخواییم ذهن خود یک نقطه روشن کنم. خب در سطح نخبگان وقتی که ما یا نخبگان سیاسی وقتی از فردگرایی گپ میزنیم بیشتر امتیازات فردی هست، امتیاز طلبی های فردی، انحصار قدرت فردی هست. ولی وقتی از فردیت در سطح عام مردم حرف میزنیم، یعنی که افراد به عنوان شهروندان، هر کس به عنوان یک انسان از حقوق اولیه انسانی خود برخوردار باشن. خب این دو تا تاثیر فردیت متفاوت هست. فکر میکنین آیا جامعه افغانی بعد از 40 سال واقعا به مرحله رسیدن که افرادی که در پایین هستن که فرد مثل احمد و محمود و کریم و پروین و مثلا اینا هستن در برابر این افراد دیگر که همیشه با پوشه های جمعی همیشه منافع فردی رو دنبال کرده رفتن بتونن در یک مرحله از یک تقابل برسن که بتونن این چلنج رو عبور بکنن از اینمی بحرانی که فعلا ما داریم که پارادوکس بسیار خطرناک در جامعه خلق کرده. درست از جامعه ای که افرادش صاحب به حقوق حداقل آشنا شدن، آموزش دیدن، کار کردن، ولی افراد دیگر در اینجا همچنان با پوشه های بسیار کلان حقوق افراد را ضایع میکند. از در این مرحله از توازن رسیده جامعه افغانستان که بتواند از این مرحله عبور بکند واقعا این افرادی که در سطح پایین هستن نظام متناسب با حقوق فردی را بر خود ایجاد بکنند که نظام حامی حقوق افراد باشد، حقوق شهروندی، حقوق بشری افراد در او احترام شود، یا نه احساس میکنن که این ظرفیت هنوز در جامعه افغانی بر اساس آموزش که بوده شکل نگرفته. نی شرایط بهتر شده اما هنوزم ایدئال نیست. ببینید تفاوت در نظام است. تا نظام ها به شکل درست عیار نشوه شما نمیتونین شهروند داشته باشین. در افغانستان شهروند وجود نداره. ما هنوز هم رعیت هستیم و هنوز هم ما حالتی بردگیر در حقیقت به یک شکلی دیگه زندگی میکنیم، منتها بعضی آزادی هایی که به میان آمده خصوصا در 20 سال اخیر اینطور احساس خلق میکنه که خیلی ما حقوقی داریم و شهروند شدیم در حالی که ما نشدیم از یه سیاسی. ببینید تمامی فرهنگ سیاسی ما وابسته به اینمی مسائلی چیز است، قدرتمندی فردی که حقی کلی برای خود اختیار میکنه که باید نه تنها فردی است که قدرتمند شده باید قدرتش کلی بوده باشد و باید تفوق داشته باشد، یعنی در خدمت مردم هیچ وقت نیست. همیشه ببینین قدرت در افغانستان با مردم هیچ ربطی نداشته. قدرت همیشه از بیرون برای افراد داده شده، تحویل داده شده. از دوره عبدالرحمن خان تا به امروز در افغانستان شما هیچ تجربه ای ندارین که مردم قدرتمندا قدرت خود از مردم دست آورده باشن. طرفداری از مردم. همیشه خارجی ها برشان پول دادن، خارجی ها برشان اسلحه دادن و از او بر ضد مردم خود اینا استفاده کردن و خود بالای مردم قبولاندن، تحمیل کردن.
این مشکلی اساسی جامعه ما است. این مشکل درست درست مثلا شما میبینن مثلا یکی که ما افراد قدرتمند در داخل داریم یا افرادی که تمایل بسیار زیادی برای تمرکز قدرت فردی داره. این طرف هم مثلا قدرت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی هم به گونه‌ای تعامل کردن در افغانستان که همین قدرتمندها را بیشتر سر مردم حاکم بسازن. ولی در اثر تحولی که اتفاق افتاده، به خصوص در 20 سال اخیر که آموزش هم نقش خدا داره، مقدار اطلاعات هم وسیع شدن، خب حس همین که ما شهروند هستیم و صاحب حقوق هستیم در افراد هم ایجاد شده. درست است که ما مثلا نظام حافظ حقوق افراد نداریم، ولی افرادی که به حقوق خود آگاه شدن داریم، در حالی که مثلا 40 سال پیش ما این افراد نداشتیم. 40 سال پیش افراد آماده بودن به خاطر ایدئولوژی خود قربان کنن، به خاطر قوم قربان کنن، به خاطر دین و مذهب قربان کنن، ولی کس فردیت را سیل نمیکرد. حالا فعلا ما افراد داریم که احساس میکنن که ما حقوق فردی داریم، ولی نظامی که بتواند این حقوق فردی را به شکل نهادی حمایت کند نداریم. میخوام نگاه شما رو به خصوص به عنوان یک مردم شناس که سعی میکنین احساس میکنین که اینمی تفاوت کال فعلا بین عامه مردم به عنوان شهروندانی که به حقوق خود آگاه شدن و با این قدرتمندانی که همچنان با مفکوره قدیمی از امکانات و ابزار قدیمی برای سلب حقوق مردم استفاده میکنن، اینمی فاصله در چی سطح هست و چگونه میشه از این عبور کرد؟ با تاسف فاصله هنوزم اون فاصله ای است که در گذشته وجود داشته. هنوز هم کسایی که به قدرت میرسن توسط پول و اسلحه بیرونی ها بالای مردم تحمیل میشن، به شمول طالبا. طالبا آخرین مثال هستند در حکومتداری در افغانستان که هیچ واقعی به حق مردم نمیذارن. باور بکنین، من چند روز پیش در انقره با یک عالم بسیار متبحر ترکی در دفترش بودم و گفت دو سه روز پیش وزیر تحصیلات عالی طالبا در اینمی چوکی که تو شیشتی با ما هم اینجا بود، برداشتی فرد چی بود؟ میگه که طالبا میگن که ما افغانستان را فتح کردیم، از دشمن را دوباره ما گرفتیم برای خود و افغانستان مال غنیمت ماست. با مال غنیمت هر چیزی که خواسته شد آدم میتونه معامله بکنه. دقیقا. گفت اینی برداشت از اونم. برداشت دومشان ایست، گفت که به افراد، به حقوق افراد هیچ اعتنا ندارن. اصلا میگن که قبول کردن مردم، قدرت از اینا، نظام از اینا، اینا پیش از اینا هیچ ارزش ندارن. خب این دوتا. سیومش میگه که این افراد غیر قابل تحول و تغییر هستن. از سالهای 1990 که میگه من در اون وقت رئیس دیانت ترکیه بودم و حال این آدم رئیس انستیتیوت مطالعات اسلامی ترکیه است. کسی هست به نام محمد گرمز نامش است. پروفیسر دکتر محمد گرمز. و من در اون وقت رئیس دیانت ترکیه بودم، با اینا من تعاملاتی داشتم. گفت از اون وقت حال اینا هیچ تغییر نکردن. ما یک کمک چی داشتیم که در 20 چند سال اینا یک کمک تغییر کرده باشن؟ گفت هیچ تغییر نکرده، حتی بدتر شده روان. خب بالاخره طالبا هم یکی از مثال‌های بسیار خوب است که اینجا نشان میتن وقتی که خود از مجرای حمایت مردم به ایجاد نشده باشد، یا قدرتمدار مثلا از مجرای حمایت مردم به قدرت نرسه باشد، در برابر مردم پاسخگو هم نیست. هیچ پاسخگویی اصلا مطرح نیست در این نظام حالا و در نظام‌های گذشته هم نبوده، به علت از اینکه همیشه قدرت، عامل قدرت بیرون از جامعه افغانستان بوده. بله. نه در درون افغانستان. همین نکته جالب هست. ما مثلا حالا در دوره جمهوری اسلامی افغانستان، دوره 20 سال گذشته، حاکمان را داشتیم که این حاکمان از طرف بیرون آمده بودن سر مردم، ولی چون ارزش های هم در انمی قدرتی که از بیرون آمده بود وجود داشته که به قدرتمند ساختن مردم هم در پایین منجر میشد، مثلا قانون اساسی، مثلا تاکید بر حقوق شهروندی افراد، مثلا در سطوح پایین آموزش را در سطح مردم مطرح کردن، مطبوعات آزاد داشتن، مثلا احزاب سیاسی داشتن، قانون را
معیار قرار داد، اینا همگیش با اینمی قدرت تحمیلی بیرون آمده. در نتیجه ازمی ما و شما یک نسل 20 ساله را داریم که بر اساس آمارهای جهانی میگن بیش از 68% از نفوس افغانستان رو فعلا پایین تر از سن 24 سال قرار دارن. اگر شما مثلا 34 سال به هر حال یک کمیت ما در بی بی سی خوندیم 68% پایین تر از سن 24 نشان میدادن، ولی به هر رقم بسیار بالای هست. شما مثلا همین رو ببینید، اینا کسانی هستن که مجموعاً در دوران این 20 سال رشد کردن و حالا فعلا اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میده. ما یک جامعه داریم که در طول همین 20 سال به اثر نظمی قدرت تحمیلی بیرونی با حقوق و آزادی های خود آشنا شدن، در این بالا آمدن. اما یک دار تحولی که اتفاق میفتد، حکومتی میه که این حکومت به طور مطلق خود را از مردم و از ارزش هایی که حقوق مردم بر او استوار هستن کاملا بی نیاز میبینن. بله. به هیچ گونه تعلق برش ندارد. خب بالاخره شکاف خیلی عمیق میشه. به نظر میاد که یک چیز تازه هست. میخوایم از دید مردم شناسی اینمی مرحله را یک رشد ببینیم، مثلا یک تحول مثبت است که در جریان زمان میاد یا منفی. یعنی یک بار شما یک نظامی دارین که وابسته بیرونی هست، اما با یک سری ارزش ها هم با مردم ها در سطح پایین ارتباط داره. بله. یعنی سیر رشد تحول تدریجی است، آرام است که پیش میرن. بله. یک بار دیگر اینمی رابطه قطع میشن. شما مردم دارین که رشد یافته هستن، حقوق درک میکنن، ولی نظامی رو دارین که در رأس همین مردم قرار دارد که هیچ گونه تعلق به مردم ندارد. بله. فکر میکنین که همین شکافی که ایجاد شده شکاف مثبت است به یک تحول خوب ما شما رو نوید میده، تا شکاف منفی است که احساس میکنین جامعه رو پس دوباره به دوشقگی و انشقاق میبره؟ اول باید براتون بگیم که مشکل اساسی سیاسی فرهنگ سیاسی ما امی است که ما برنامه محور نیستیم، ما فرد محور هستیم، ما ارزش محور نیستیم، ما مثلا تشکیلات محور نیستیم، همیشه به همه چیز بر روی افراد است. و امروز ملا هیبت الله یا ملا غیبت الله یا هر کسی که هست، او است که تصمیم میگیره برای جامعه ما، برای مردم ما، برای همه. و او را به اساسی کمک‌های بیرونی با اونا این کار کرده میتونن. مشکل اساسی ما همی هست از دیازی درک ما به هر حال که ما باید برنامه محور شویم. ما باید به ارزش‌ها، یک سلسله ارزش‌ها را ما چی بکنیم؟ شناسایی بکنیم که به او ارزش‌ها تمکین شود در حکومت داری. و ما باید اینمی جوانا را، اینمی قشری بزرگ جامعه را که اگر 34% است یا 24% است که کمتر از یعنی 68% جامعه را تشکیل میتن، اینا باید گرد یک برنامه جمع شون، نه گرد افراد. اونم برنامه تا هنوز وجود نداشت. ما برای شما یک نسخه از اون را فرستادیم که او اولین بار است که ما یک برنامه ای را به اساسی آسیب شناسی فرهنگ سیاسی جامعه ما پیشکش کردیم و برای از او یک سلسله مراحلی را هم پیشنهاد کردیم که چطور ما بتونیم از این مرحله بیرون شویم. یک قصه را خدمتتون عرض بکنم به ارتباط اینمی برنامه. ما در دوشنبه در کنفرانسی امنیتی هرات حصه گرفتم که در اونجا در جمله بسیار کسای دیگه که حضور داشت اسد دورانی بود که البته در گذشته رئیس آیسای پاکستان بود و از طرفدارای بسیار نزدیکی طالبا. یک روزی در هتل بعد از کنفرانس بود، فکر بکنم من چای صبح می نوشیدم که آمد پیش من، شیشتم اونجا خانم من بودم رای من، شروع کرد به حرف زدن. گفت امی برنامه ای که تو راجی به چیز افغانستان حرف می زدی برنامه جالب بود، می شم اون کاپی شه برای من بدی. گفتم بسیار خوب، برش روان کرد. یک دو روز بعد برای من یک ایمیل روان کرد از پاکستان، گفت که دکتر شهرانی من خواندم اینمی چی برنامه‌ای که پیشنهاد کردی، ای کاش ما این برنامه رو در پاکستان هم تطبیق کرده بودیم.
اما گفت جنرال ها ما رو نمیمانند به این کار. شما در امی برنامه که الان مطرح میکنین خصوص یک نکته کلیدی را که دارین اعتماد ملی هست. بله بله. خود این کلید واژه بسیار راهگشا هست. بله. ما باز هم پس با بحث دوم خود میرم از این کلید واژه استفاده میکنیم. بسیار خوب بفرمایید. اگر خواسته باشیم که جامعه را واقعا به انسجام برسانیم که به یک اعتماد برسانیم باید یک نقطه محور در اونجا وجود داشته باشد که مورد نظام سیاسی میگیم که بتونه اعتماد را در درون جامعه هم تأمین بکند و هم حمایت بکند. بله. حالا فعلا احساس میکنین که پیامتان در بین این قشر که از بی‌اعتمادی آسیب دیدن و از قدرت مطلقه هم آسیب دیدن چه مقدار جای پیدا میکنه تا این اعتماد ملی به گونه‌ای رشد کنه که ما واقعا بتونیم نظام سیاسی که مبتنی بر اعتماد ملی هم هست ایجاد کنیم، مثلا قرارداد اجتماعی جدید داشته باشیم که در اونجا افراد بینان افراد احترام شوند، افراد هیچگاه تعلقهای جنبیشان برشان ملاک نباشد، برشان آبتشان قومشان مذهبشان زبانشان و امثاله هم. شما احساس میکنین که این پیامتان حالا فعلا در جامعه کنونی افغانستان چه مقدار مخاطبهای آماده و مستعد دارد؟ چقدر خوشبینن به این بیشتر از هر وقت دیگر در تاریخ افغانستان؟ ببینید چیزی را که شما اشاره کردین بارها امیدانه عامل اساسی با وجود آوردن اعتماد ملی در یک جامعه چند قومی شود، اما مفهوم اساسی شهروندی است نه سیاست قومی. با تأسف در طول 40 سال گذشته ما به مرور زمان سیاست قومی و هویتی را دامن زده رفتیم و بیرونی ها ما را تشویق کردن بدید که ما را به این حالت رساندن و ما را از شهروند شدن محروم ساختن. او چیزی را که ما پیشنهاد میکنم در و دوستای ما در حرکت اعتماد ملی چی میکنن اینمی شهروند سازی است. ما باید خود از چی امو کلماتی که معمول است و طالبان از استفاده میکنن که کلمه چی است پیشترم براتون گفتم نه عبودیت بلکه تبع بودن رعیت بودن. ما هنوزم تبع و رعیت هستیم. تبع و رعیت بودن یک مشکل کلان جامعه ماست. در این قانون اساسی بسیار خوبی که ما داریم واژه اخبار استفاده میکنن، بله 2004 که حال طالبا او رو کنار گذاشتن، ببینین یک فصل هست به نام حقوق اتباع. یعنی ما همی کلمه را بخواد چند بارم تکرار کردیم که یک بار ما همراه استاد نعمت الله شهرانی که رئیس تصویری قانونی اساسی همین 2004 بود مرا به قصر ریاست جمهوری برد و با آقای کرزی اولین بار و آخرین باری که ما دیدیم امو بار بود چند دقیقه. من برشون گفتم که رئیسی همینجا یک فصل هست به نام حقوق اتباع. گفتم این نمیره به انگلیسی ما اکسیموران میگیم، یک کلمه غری چیز هستک به اصطلاح، یک کسی که تبعه بوده باشه حق نمی داشته باشه. امی حقوقی تبعه یعنی چی؟ چطور می تونه امکان داشته باشه؟ مثل که در انگلیسی بگوین rights of subjects. هیچ یک انگلیسی زبان تعجب می کنه که همچی چیزی بله subject right نداره. بازی را در انگلیسی ترجمه می کنن rights of citizen. بله. اتفاقا نکته خیلی جالب رو مطرح کردین. البته ما پسان ممکن است در این زمینه باز هم یک سوال دیگر از شما داشته باشیم. یک انتروپولوژیست دیگر که دوست من هم بود، ما بسیار مدت هم رایشان راه رفتیم، آقای اشرف غنی احمدزی بود. بله بله. آقای اشرف غنی احمدزی یک از کسانی بود که سر این مسئله اتباع و شهروند خیلی حرف میزد و بعد نکته که ما داشتیم مثلا در منشور هم برش نوشته کردیم مسئله شهروندی رو زیاد مطرح کردیم، اصرار میکرده که میگفته که شهروند
کلمه هست که شهری ها را در بر میگیرد، روستایی ها که 90% 70% مردم افغانستان روستایی هستند. میفتیم شهروند بحث این نیست، شهروند یعنی کسی که صاحب شهر است، کسی که صاحب ده هست، کسی که صاحب زندگی خود هست، یک فرد هست که بر تمام حقوق خود دارد. فرق نمیکند که یک کس در شاخ کوه زندگی کند، یک کس در ده زندگی کند، در این شما ایر شهروند میدارین. اشرف غنی احمدزاده بسیار به مشکلات پذیرفت که واقعا کلمه شهروند در منشور بپذیرد، قبول کند. و دلیلش همین بود که میگفت این تفاوت دارد، یعنی جامعه را شهری بیشتر میسازد. یک مدت دیگر هم حساسیتی که در کلمه شهروند وجود داشت بیشتر جنبه زبانی داشت که احساس میکردم که این از زبان ایران آمده و ما با زبان ایرانی نمیخوایم داشته باشیم. کلمه اتبا در حقیقت منتالیتی یا مفکوری را هم که ما در نظام سیاسی افغانستان بر در ضدیت با حقوق شهروندان داریم انعکاس میداد. به همین خاطر بود که بعد از اون درست بود که ما حقوق اتبا داشتیم، ولی واقعا حقوق اتبا داشتیم، the right of subjects داشتیم. کسی میگفت مثلا خب تو حق داری، بله حق داری که گپ بزنی، ولی چرا گپ میزنی؟ تو حق داری که اعتراض بکنی، ولی چرا اعتراض میکنی؟ تو حق داری تظاهرات بکنی، ولی چرا اعتراض میکنی؟ میگفت که I am a citizen، مثلا شهروند هستم. میگفت نه، تو اتبای افغانستان هستی. اینجا ما ولسمشر داریم، تولواک داریم، مثلا همه چیزها. میخوایم همیرا اینا رو به عنوان یک مردم شناس که شما هستین میخوایم در کل افغانستان میره ببینیم که واقعا اعتماد ملی که در حول حقوق شهروندی ایجاد میشه در جامعه کنونی افغانستان ما شما چقدر مخاطب واقعی پیدا کرده. حداقل اگر از لحاظ عددی کمی در نظر بگیریم، فکر میکنیم در مقایسه با سالهای دوران 2001 مثلا، بعد از اون مثلا سالهای 1990، سالهای 1980 که گام به گام ما به طرف جامعه میریم که جامعه بسته‌تر میشه، حالا فعلا این جامعه چقدر مستعد شده برای ازی که اعتماد ملی رو در حول حقوق شهروندی بپذیره از لحاظ کمیت خود. ببینید خوب شد که شما مسئله نمی کلمه شهروند باز کردین. نمو بحثی که ما با آقای رئیس جمهور کرزی داشتیم هم میره گفتم که چرا کلمه دیگر شما خودتان خلق نمیکنید؟ گفت مثلا چی؟ گفتم خونه ایرانی ها شهروند ساختن. نیو خارجم خزم گفتین، گفت کلمه خارجی است، ما رو نمیخوام. گفتم خیلی کلمه رو به پشتو جور بکنید. خیره، یک کلمه تازه به پشتو. و کلمه شهروند با شهر ممکن یک رابطه داشته باشه، اما هیچ رابطه واقعی نداره. من تاسف میکنم که آقای اشرف غنی به ای اصرار کردن که نهی با شهر و گرفا ربط داره نداره، از دیازی مفهومی علمی نداره. شهروند حقی تصمیم گیری در مسائل سیاسی افراد در یک جامعه است. تنها افرادی که در تصمیم گیری سیاسی در جامعه خود نقش دارن شهروند میشن. ببینید این تفاوت چرخ با میان آمد. این تفاوت بعد از وستفالیا، کنفرانس وستفالیا در 1660 چند در اروپا به میان آمد. این یک تفاوت بسیار بزرگ اجتماعی بود که در اون زمان کلیسا ادعا میکرد که خدا برای از اونا حق داده که نظام سیاسی اروپا را اینا اداره بکنند. حق از خدا برای خود میگرفتن، برای کلیسا میگرفتن. و جامعه امریکا در 1776 برای اولین بار و بعدتر در 1798 در فرانسه انقلاب کبیری که اینا به میان آوردن امی بود که حق تصمیم گیری را از خدا و از کلیسا به مردم بگیرن. خداوند هیچ وقتی نگفته، خداوند همه تصمیم میتونه بگیره، همه چیزه، اما در مسائل نظامی سیاسی حق بر خود مردم داده. تأسف آور است که کسای مثل ملا هیبت الله تصمیم بگیرن که حق از اوناست، حق از اوناست تصمیم بگیرن، دیگه مردم تصمیم حق تصمیم گیری ندارن. تغییر بسیار پارادایمی که بزرگ است. یعنی ما داریم دقیقا وارد یک مرحله جدید از رابطه مردم با حکومت میشیم. بله بله، امیرم میخواستم بگویم که ببینید این تفاوتی بود که در اروپا
200 سال پیش به میان آمد. اینا اینمی حق تصمیم گیری مردم هم به عیس یک اصل سیاسی به میان آوردن و دست کلیسا و دست ملا و یرفا را بیرون کردن از وضع سیاسی. این یک ترانسفورمیشن بسیار بزرگی تاریخی است که ما در جامعه اسلامی تا به امروز نداریم. هنوزم اونمو سافرن، اما کسایی که در سر قدرت هستن و ادعای تمامیتی قدرت میکنن اونا هستن که تصمیم میگیرن برای ما. اینی مشکل اساسی ماست. پیشنهاد ما به حیث یک مردم شناسی که با جامعه ما آشنا هستم این است که جامعه ما در مقطع، در پایین جامعه، در پایین سطح فیزیکی جامعه یکی از جوامع است که احترام به حقوق تصمیم گیری مردم خود داره. قسمی که در شروع ما شما گپ زدیم نی؟ مردم ما پیش کی میرن؟ پیش کسی میرن که به او حرمت میگذارن، ارج میگذارن، او روش سفیدایشان است. حکومت یک چیزی بیرونی است که بالایشان تحمیل شده، از او دوری میکنن. هر وقتی که ما بتانیم از این نیمی قاعده بزرگی تصمیم گیری محلی استفاده بکنیم و یک قاعده عمودی قدرت در افغانستان تشکیل بدیم، ما شهروند میشیم. در غیر از اون امکان نداره. ما میگیم حکومت باید غیر متمرکز شود و غیر متمرکز سازی کدام مشکل کلان نیست. ما اصلش در جامعه خود داریم، در دیهات، در مساجد، در محلات، در همه جا مردم تصمیم میگیرن، هر روز تصمیم میگیرن که مثلا پادوانی ما میگیم کی باشه، یا چوپانشان کی باشه، ملا امامشان کی باشه، مثلا همه امو کسی که از آب مثلا چی میکنه، پرستاری میکنه در تابستان ها کی باشه، هر روز تصمیم میگیرن میرن. اما حکومت در برابر از اینا همیشه قرار گرفته و نخواسته که اینا تصمیم برای خود بگیرن، بگذارن که حکومت به برشان تصمیم بگیر. یک حکایه دیگر از یکی از دوستای ما خداوند را غریق رحمتش بکنم، عبدالله نورستانی از همسنفی های ما در دوره فاکولته بود. چند سال پیش اگر باید داشته باشین اینا نورستان را ولایت ساختن و در امول سوالی از اینا رفتن یک تعمیر ساختن و بیرق آوردن و دیگه و دیگه، همو government in the box که امریکایی ها میگفتن بردن اونجا. گفت که ولسوال هم بردن و در تلویزیون هم نشان دادن که این ولسوالی باز شد و حرفا. گفت ولسوال یک هفته، دو هفته، سه هفته اونجا بود، هیچ کس پیش از این نمی آمد، هیچ مشکلی رم نمی آورد. یه آدم ایران من گفت که مرا برای چی اینجا روان کردن؟ اینجا اگر هیچ مشکلی نیست، هیچ کس نمی آمد، برای چی من اینجا هستم؟ وزیر پرسان کده بود از این چی که پر؟ گفته او اونجا بسیار مشکلات دیگه هست، اما نورستانی ها یک شورای محلی دارن سه. مشکلات خود در شورای خود میبرن، حل میکنن، پیش شما نمیرن. بازی گفته برین هم یه اعضای شورا رو جمع بکنین بیارین پیش من. بازی ریش سفیدا رو جمع کرده بودن، آورده بودن در مرکزی ولسوالی. ولسوال صاحب خیسته بود برای از اینا، بسیار یک بیانیه تمتراق داده بود که مملکت حالی آباد شده، مملکت آزاد شده، مملکتی شده و شده، حکومت اینه برای شما ولسوالی جور کرده، مرا اینجا روان کرده، دیگه بعد از این شما خب اینطور نکنه، این مشکلات خود پیش ما بیارین محل بکنم. باز خاموشی یک دقیقه، باز یک ریش سفید بالا شده بود، گفته بود سیب والا ما سر شما هیچ اعتماد نداریم. از اولی هست هیچ کس مشکل خود پیش شما نمیاره، ما در شورای خود حل میکنیم. خب ببین این گپ هم اینجاست، ما هم اعتماد در کجا هست؟ ما به هر حال استاد در همین 20 سال اخیر یک چیزی که اتفاق افتاد هم همین بود که ما با قانون اساسی جدید و با یک سری ارزش‌ها و اصول جدیدی که در جامعه معرفی کردیم، تعلق جامعه را با مفکوره سنتی که از قدرت داشتن قطع کردیم. از لحاظ تئوریک در مثلا در چوکات قانون اساسی که ما شما شاه دارین که این شاه سالی خدا هستک،
یا این شاه مثلا افراد را سبجکت خود، رعایای خود تصور میکند، هر چیزی که خواست از بالا میته، یا شما مثلا روحانیون مراجعی دارین که از جانب خدا میان حکم میکنن، این چیزا نیست. شما یک نظامی دارین که در اون مردم حق تصمیم گیری دارن، رئیس جمهور خود انتخاب میکنن، وکلای خود انتخاب میکنن و مثلا این مفکوره در اون جامعه مطرح شد. وقتی این مطرح شد، در حقیقت ما یک انقطاع را با مفکوره های سنتی قدرت عملا پیدا کردیم. در 20 سال گذشته این تمرین هم ادامه پیدا کرد. به هر حال 20 سال با 3-4 دوره انتخابات های مختلف را که ما داشتیم، تأثیرات خود در درون جامعه بخشید. جامعه درست است که از نظام سیاسی فاسد خود بسیار آزردگی دارن، مثلا هیچ دلخوشی ندارن، ولی تمرین کردن، احساس کردن که با هر انتخاب خود اینا میتونن یک تغییر ایجاد کنن، حداقل گردش را در بین نخبگان قدرت ایجاد میکنن که کسی به طور دائم در یک جای نباشد. مثلا بر اولین بار مردم دیدن که آقای کرزی را با رأی خود توانستم که از قصر رئیس جمهوری بیرون کنن. یک نکته بود، این احساس میکردن که خب برعکس می تصور میشد آقای کرزی اجازه نمیده بیرون نمیشه، دیدن که رأی میتونه بیرون کنه. پس مردم حالا تقریبا با میکانیزمی که میتونه قدرت را از انحصار افراد یا گروه های خاص بیرون کند آشنا شدن. حالا فعلا طالبان یک تجربه جدید را در افغانستان ایجاد کردن. فکر میکنن که این تجربه در افغانستان که فعلا ما شما داریم با توجه به واقعیت های افغانستان رو میبره به یک بنبسته که از اونجا شما هیچ عبور کردن نتونین، یا احساس میکنن که نه، یه دیگر آخرین تجربه هست یا آخرین مدل هست که شما ممکن است از حکومت های توتالیتر در جامعه مثل افغانستان داشته باشین و بار دیگر این جامعه به معنای واقعی کلمه وارد یک دنیای متفاوت میشه که در اون دنیا حقوق افراد، حقوق شهروندان حرف اصلی را بزنن. و دو نکته بسیار مهمه و ارتباط هم رویتون شریک میسازم. یکی ایست که بله، ما یک قانون اساسی تازه خوب بهتر داریم. بهتری از او عموماً در قسمت حقوق است. حقوق شهروندی، حقوق انسانی، حقوق فردی، حقوق جنسیتی، یه حرف هست. جایی که کوتاست و این قانون کوتاه می آید در قسمت اداره است. اداره به حد زیاد متمرکز است، بیشتر از دوره پادشاهی. بله. یعنی حقوق رئیس جمهورای افغانستان در این قانون اساسی 2004 بیشتر از حقوقی است که ظاهرخان داشت در قانون اساسی 1964. مشکل در همینجاست. یعنی مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که او چیزی که ما انتظار داریم از قانون در عمل پیاده شده نمیتونه، ناممکن است. و به مو لازم است که در 20 سال ما نتانستیم و چیزی را که آرزو داشتیم مردم ما بدست دارن. علت چه بود که یک نفر تصمیم گیر بود، خلاص، او رئیس جمهور بود و او یک حلقه بسیار کوچکی را دور خود جمع میکرد و توسط از اون حکومت میکرد. این نکته رو پیشتر اشاره داشتم که مثلا ما حداقل در دوره کنونی هم، در دوره جمهوریت هم، مثلا سیاست قومی را به جای سیاست شهروندی در درون جامعه تعمیم دادیم که در کنفرانس بن هم خلای کلانش همین بود که مفهومی حکومت همه شمول را ایجاد کردن، حکومت دموکراتیک، ولی قاعده از این را گذاشتن بر سیاست قومی نه سیاست شهروندی. سیاست قومی به طور طبیعی نمایندگی قومی، امتیازات قومی میاره و اینمی بحران در افغانستان آوردگی ایجاد کرده. شما این حال فعلا احساس میکنین که اگر ما بتونیم قانون اساسی رو به عنوان یک سند مبنا قرار بدیم و این رو اصلاح بکنیم، احتمال از این که مثلا واقعا مردم بعد از تجربه ای که از حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های تمرکزگرای اشرف غنی و کرزی داشتن که تقریبا تمامی نمایندگان پارلمان افغانستان یک از کسانی هستن که امیر درد میکنن، فرق نمیکنه که از کدام قوم هستن، ولی دیدن که پارلمان افغانستان در برابر قدرت رئیس جمهور چقدر بیچاره بود و چقدر هم حرفشان شنیده نمیشد. خب شما الان در جامعه این مفکوره رو میبینید که عام شده که قدرت متمرکز قدرت خوب نیست، چه به نام قوم باشد، چه به نام مذهب باشد، چه به نام ایدئولوژی باشد، قدرت باید از آن مردم باشد. یک فرد بتونه با سادگی خود مثلا کسی را که در مسند قدرت میرسانه از او بازخواست هم بکند. حالا فعلا فکر میکنن به عنوان یک مردم شناس اصلاح این نظامی بخش از نقیصه در قانون اساسی افغانستان چقدر ممکن است؟ در سطح نخبگان افغانستان چقدر فکر میکنن
تمایل بر از اینکه واقعا ما قدرت را شکلش فرق نمیکند چی ما چی شکل میکنن، ولی اینمی قدرت نباید در انحصار فرد باشد. اینمی تمایل در بین نخبگان افغانستان در اقشار گوناگون چقدر به وجود آمده؟ بسیار زیاد مثبت است و امکانش هم وجود دارد، اما بازم با دو نقطه دومی را که من میخواستم قبلا هم اظهار بکنم همی بود که در اینجا دو شرط مهم است. یکی که حکومتی که در قدرت هست و به شکلی که وجود داره اگر حمایت از این توسط جامعه بین المللی یا ممالک خارجی دوام پیدا بکنه مردم بیچاره ما چانس ندارن. اما نقطه دوم و بسیار مهم میرم که ما همونجا پیشترم میخواستم بگیم که آقای اسد درانی چی گفت. یکی خوب گفت که پاکستانی ها نمیمانن، دوم که طالب هم گفت نمیمانن، مگه همین که دو چیز واقع شد. یکی که همین مقاومت جان بگیره و اینا را توسط زور از قدرت بیرون بکنه تا که بتانه نیره تطبیق بکنه. قسمت دومش گفتی که یک insurrection، یک به اصطلاح چیزی عمومی، یک چی میگیم؟ خیزش مردمی عمومی از داخل جامعه بلند شود که اینا را از قدرت بیرون بکنه و امکانی پذیرشی اما چیزهایی را که ما پیشنهاد کردیم در برنامه امکان پیدا کنیم. اما سومش گفت ای هم گفت امکانش بسیار کم است. ای را ببینین از یک دشمن بر ما چی میایه، ای باعث یک به اصطلاح بررسی گفت باید مسئله بین المللی را که پیشنهاد کردیم ای را محکم بگیریم که ای را احتمالش بیشتر است. راه بین المللی هم که شما مطرح کردین که آقای اسد درانی هم مطرح میکنند، خب باز در افغانستان بر بدیل داخلی تاکید میکند. بدیل داخلی وقت اتفاق میفتد که شما در سطح نخبگان حداقل در اینمی مفکوری که شما مطرح کردین و توافق رسیده باشیم که ما نظام سیاسی ایجاد کنیم که این نظام سیاسی فرد محور نباشد، این نظام سیاسی بتونه قدرت را به نفع مردم به نفع شهروندان توزیع کند. حالا میخوام باز پرسان کنم که فکر میکنین که به عنوان یک ضرورت اساسی برای حتی قناعت دادن جامعه بین المللی همین تمایل در بین نخبگان سیاسی غیر طالب در افغانستان پدید آمده که قدرت متمرکز را ما و شما بشکنانیم و قدرت متمرکز را به سود حقوق شهروندان مثلا توزیع کنیم؟ ما هنوز هم دو نوع نخبه سیاسی داریم. همون چیزی که همه گی معمول است با او آشنا هستن تکداره قدرت است. که تکداره قدرت هایی که یا خارجی ها آوردن چاندن یا اونایی که تکدار قدرتی و قدرت خارجی آمدن دیگرا را سهیم ساختن، یک شرکت سامی ساختن و اونا را همه ای ما میشناسیم که در 20 سال گذشته هیچ کدام از اونا برای مملکت هیچ کاری نکردن، همیشه برای خود کار کردن. دیگه از اون لحاظ ما توقعی را باید نداشته باشیم که این افراد قانی شون. اینا قانی نمیشن، اینا داشتن زیاد نیستک استاد. شما میرو تصور کنین اینا کسانی هستن که در 20 سال گذشته هم در مدارج بالا از امتیازات بهرمند بودن و الان اتفاقا هم خودشان از وزن را که در روی دوش خود گذاشتن راه رفتن هم میتونن خیلی زیاد اهل ریسک نیستن و هم در درون جامعه دیگر به عنوان چهره های فاسده که یا در فساد سیاسی نقش داشتن، در فساد مالی نقش داشتن، در فساد اخلاقی نقش داشتن، در همه چیز ولی فعلا اعتبار ندارن. از این قشر که بگذاریم، من بیشتر نظرم این است که در درون جامعه ما در این 20 سال یک قشر نخبه دیگره که بدنی بسیار وسیع و گسترده از نظام بیوروکراتیک و اداری افغانستان را اداره میکردن، اینا تحصیل کرده های جدید هستن، اتفاقا اکثریتشون من همونجا داشتم براون همون قسمت میخواستم که موضوع را مطرح بسازم. ببینیم قشر دوم قشر جوان ماست، قشر کارفهم، قشر تازه‌ای که در جامعه با مفاهیم هم آشنا هستن و با تجربه کارم دارن، اما برای از اینا برنامه ضرورت است. همینجاست که همون برنامه سه مرحله ای را که
آقای دورانی، اسد دورانی هم میگفت که میره پیش ببری نمیست. ما میگیم که این تنها در صورتی صورت گرفته میتونه که ما یک کمیسیونی صلح بین المللی را به شمول افرادی از چی میگیم شورای امنیت ملل متحد در ایسا داشته باشن، از OIC سازمان همکاری اسلامی که 58 مملکت اسلامی است که از اونا ما اعضا داشته باشیم و از جمعیت اروپا و همچنان از جمعیت شانگهای که دو قطب مختلف یعنی قدرت‌های امروزی جهانی هستند و در پهلوی از اینا بانک جهانی و سازمان انکشاف بانک انکشافی آسیایی که دو تا بسیار ثروت چی که سرمایه گذاری کردن در افغانستان در 20 سال گذشته و قبل از اون که اینا باید اعضای اینمی کمیسیون بوده باشن. چند نفر هر کدامی از این نهادها در این کمیسیون انتخاب میکنن مربوط خودشونه، یک نفر، دو نفر، سه نفر، هر چیزی که خواسته بودن اونا بکنن. در پهلوی از اینا میگیم اقلا 3 تا 5 تا افغان متخصص یا افغانستان شناس متخصص در پهلوی از اینا باعث مشاور وجود داشته باشه. وظیفه از اینا دو چیزه، یکی که طالبا را و نظام طالبی را بقبولانن که بگذارن یک تحولی بنیادی فراگیر در جامعه به میان آورده شد و میتونن این کار را بکنن. برزید ما پیشینه داریم در 1929 وقتی که حبیب الله کلکانی حکومت گرفت هیچ کسی او را به رسمیت نشناخت در طول نوما و هیچ کسی برای او یک پیسه هم نداد، رئیس کمک. فقط نوما تمام خزانه را مصرف کرد و بعد از او کسی دیگر انگلیسی ها با اسلحه و با پول روان کردن، نادرخان قدرت دوباره گرفت. این چیز در حال شرایط فعلی هم وجود دارد با یک تفاوت، هیچ کسی طالبا را در 1.5 سال به مشروعیت قبول نکرد که این حالتی 1929 است. دومش ایست که برای اینا پول داده روان هستند با تفاوت. امریکایی ها هفته میگن 42 میلیون دلار یا چقدر، تا هنوز 2 میلیارد دلار اینا تنها امریکایی ها برای از اینا دادن و هموز که اینا را در قدرت نگاه کنن. من میگم اگر جامعه بین المللی به این نتیجه برسن که باید طالب قانع بسازن که به خواستی از اونا عمل بکنه، برای 2 ماه این پولاد برشون داده نشه و نظام از هم میپاشه. شما رفت از این وجود داره که این کار را بتانن بکنن. نکته بسیار ظریف را استاد شما دارین اشاره میکنم، او دارستم که صحبتان قطع نشود در اینجا، ولی حداقل ما داریم امون حلقه مفقوده را که در تمام این سناریوها هست نشانی میکنیم. اگر جامعه بین المللی خواسته باشد در افغانستان دخالت بکند، بهترین مثالش همین 20 سال هست. هم دخالت نظامی داشته، هم دخالت سیاسی داشته، هم دخالت اقتصادی و اتفاقا هیچ کشور هم متهم نبوده. درست است که بار عظیمش در امریکا بوده. با یک تفاوت. بله همه گی. نادره که ما دارم تفاوت داره. با 20 سال گذشته. میخوام که یک امیر نکته رو بخویم که بعد حلقه مفقوده رو پیدا کنیم. حالا ما اگر خواسته باشیم از جامعه بین المللی بخوایم که در افغانستان دخالت بکنن، طبعا میگن که با کی برای چی. درست؟ بله، این نکات بعدی من ارتباط میگیره به این موضوع. آره میخوام امیر توضیح بدین که مثلا در سطح کی شما باید حداقل از اجماع را بر همین نقطه بسیار ساده که شما اشاره میکنین پیدا کنیم، که یعنی فقط قدرت به سود شهروندان نه به سود ٹھیکه‌داران قومی. بله حوزه شود همین جمله باشد نه قومی، فقط همین اینمی زمینه به اصطلاح فکر میکنین که چه مقدار مساعد است و در این زمینه ها چقدر میشه کار کرد. من میگم که اگر ممکن باشه که ما اینمی کمیته ملی صلح را توسط کمیسیونی صلح به ایمیلی افغانستان بتانیم بسازیم با یک تفاوت. تفاوتش در کجاست؟ اینا کمیته را بر ما نسازن،
اینا به مردم ما رجوع بکنن. به اساس نفوس هر کدام از ولایات یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر نامزد بکنن با عضویت در این کمیته صلح ملی. همچنان افغانای بیرون مرزی در پاکستان، در ایران، در ترکیه، در اروپا، در امریکا نماینده های خود نامزد بکنن با عضویت در این کمیسیون. یعنی برای اولین بار ما مردم تصمیم گیر می سازیم در سطح پایان. میکانیزم همین مثلا معرفی نماینده ها توسط همین اقشار مردم از ولایات یا از بیرون چیست؟ او را کمیسیون خودش، کمیسیون بین‌المللی میتونه از لحاظ تکنیکی چی بکنه، کدام را بهترین راست. اما ولایت باید حق داشته باشن تصمیم بگیرن. میتونن از طریق ولسوالی ها بکنن، از طریق خود ولایت بکنن. این را کار مشکلی نیست که مردم بتونن نامزد بکنن. حالا ولایت ها در افغانستان تمام تحت کنترل طالبان هست که طبعا نمیشه. ببینید من قبلا گفتم که طالب باید قانی بسازن که برای اینمی کمیسیونی به ایمللی حق بوده که چیز خود را تطبیق بکنن. در غیر از اون چی صورت نمیگیرد. اول اون شرط است. ما گفتیم شرط اول اون، شرط دومش تشکیلی کمیته صلح ملی است. او را با تصمیم گیری مردم که مسائل تکنیکی از زیر کمیسیون میتونه به بسیار سادگی با مشاورین علمی افغانستان شناس معین بسازن. اینالی وقتی که اینمی نامزدها میآیند، 100 نفر است، 200 نفر است، 300 نفر است، هر چی که است، کمیسیون بین‌المللی باید اینا را بررسی بکنه. در مابین از اینا، از این دزدای سابق، از فاسدین سابق، از او افراد باید کس نباشه. ما این را واضح ساختیم که چی نوع افراد، از احزاب، از گروه ها، از نهادها، اینا در حکومت های سابق و شمول طالبا در ای کمیته باید عضویت نداشته باشه. و وظیفه ای که کمیسیون ملی بین‌المللی صلح نمیست که این کار همو ویتینگ میگن، نی؟ به انگلیسی که ویتینگ میگن، باید به مؤسس شود، بررسی شود. وقتی که این کمیته ساخته شد، این کمیته وظیفه دیگه داره. وظیفهش این نمیست که باید حکومتی فراگیری ملی را برای پنج سال، موقتی ملی را باید برای پنج سال به میان بیاره. اینا را وظیفهشون این نیست که برای فلانی خان، فلانی خان، فلانی خان به ایسی رئیس دولت یا معاون دولت یا وزیر سبی و وزیر سبی رو تعیین بکنن. نه، دوباره باید به مردم برن. از ولایت و از بیرون مرزی ها باید یک کسایی را نامزد بکنن که چیز داشته باشن، اما اهلیتی ریاست دولت یا وزارت ها را اینا را داشته باشن. اینا را باز اینمی کمیته ملی صلح باید بشینه بررسی بکنه. در مابین از اینا کدام افرادی نابکار وجود نداشته باشه. و این حکومتی را که اگر اینا می سازن با فراگیر باید بوده باشه، از لحاظی مسلکی بوده باشه حکومت. اینا باز تا سه تا وظیفه می داشته باشن. وظیفه اولیشان اداره موقتی مملکت است، ایوازی طالبان. به اعضای حکومت طالب هم میتونه شامل باشه. و وظیفه دومشان تعدیل قانون اساسی 2004 است، خصوصا در اگزیکتیف سترکچرش که باید غیر متمرکز شود. ما پیشنهاداتی داریم که چی نوع غیر متمرکز شود. وظایف حکومت مرکزی چی شود؟ جدا شود از وظایف حکومت محلی. معمولاً حکومت‌های ما و شما هم قانون ساختن، هم قانون رو تطبیق کردن، هم قانون رو تفتیش کردن. ما میگیم حکومتی تازه قانون ملی بسازه، تطبیق قانون توسط حکومت‌های محلی که منتخب هستن از طرف خود مردم، از طرف اونا تطبیق شود. اما حکومت مرکزی تفتیش و دست خود داشته باشه. وقتی که یک کسی که در محلات کلشخ می باشه یا کارهای میکنه که غیر قابل قبول است، اونا رو حکومت مرکزی با مردم یک جایی به اصطلاح قدرتشون
به اندازه چی کنه کم بسازه. و مسئله سومش چیز است، ساختن یک قانونی انتخابات تازه به اساس قانون اساسی تازه که حکومت غیر متمرکز باشه و به اساس قانون انتخابات در پنج سال آخر پنج سال حکومت نو انتخاب شود و حکومت نو بعد از اینکه انتخاب شد وظیفه حکومت موقت تمام است با یک شرط: اعضایی که در این حکومت کار کردن در سطح بالا نمیتونن تا پنج سال آینده نه انتخاب شوند و نه استخدام شوند. برای ازی که ما نمیخواییم در طول مدتی که اینا کار کردن برای خود کار بکنن، قسمی که در بان شد بعد از بان شد. اینی پیشنهادی سه مرحله ای ماست. حالا برای ازی که خواسته باشم یک مقداری را عملی تر در نظر بگیرم، مثلا باز هم من بر اساس همون نرم را که ما در شیشه میدیا در صحبت‌های خود داریم بیشتر به آمادگی ذهنی مردم افغانستان بله. چگونه میتونیم حداقل از اجماع را در بین نخبگان سیاسی بر همین نکته بسیار کلیدی پیدا بکنیم که تمرکز قدرت به نفع فرد، گروه یا هر چیزه در درون جامعه دیگر عصرش با پایان رسیده؟ ما ایره نه در لای قوم بپوشانیم، نه در لای مذهب، نه در لای ایدولوژی، فقط ساختار ایجاد بکنیم که در این ساختار شهروندان به عنوان افراد از حقوق ابتدایی انسانی خود برخوردار باشن، حق حیاتشون محفوظ باشد، حق کرامتشون محفوظ باشد، حق آزادیشون محفوظ باشد، که یک انسان در روی بازار مثلا به خاطر رفتار را که از لحاظ شخصی خود میشه مورد پیگرد و مورد بازخواست قرار نگیرد، یعنی حد اقل از خاص است که یک انسان میتونه داشته باشد. اگر ما همین به اصطلاح اجماع را در بین نخبگان فکری سیاسی جامعه ایجاد بکنیم، به طور طبیعی برایند سیاسیش پیام هست برای جامعه جهانی، برای قدرت‌های منطقه‌ای هم. حالا فعلا از لحاظ عملی طالبان در یک راه روان هستن که فاصله خود را با مردم به طور عموم خیلی بیشتر میکنن. بله. تقریبا دیده میشن. بله. و ویژگی هایی را که اسد دورانی هم برای شما گفتن در طالبان دیده میشن که این نظام اصلاح پذیر نیست. نه ایدئولوژیش اصلاح میشه، نه منش سیاسیش و نه هم ساختارک دارد. وقتی اصلاح نشود این فاصله به طور طبیعی بیشتر میشه. فاصله وقتی بیشتر شده یک زمینه برای این که شما جامعه را به خیزش عمومی در برابر طالبان و نظام طالبان بگیرین بیشتر مساعد میسازیم. عامل منطقه‌ای یا بیرونی هم خود پاکستان هست. حالا پاکستان در یک وضعیت با طالبان گیر افتاده که از یک طرف برای افغانستان توسط طالبان حکومت برده، ولی از طرف طالبان به طرف خود امارت آوردن، حالا امارت اسلامی به طرف پاکستان میرن و این یک مشکل بسیار کلان هستن. آقای اسد دورانی هم وقتی که احساس میکند که پاکستان دچار این بحران است، بخاطر که پاکستانی را که اینها پشتوانه نظام طالبانی برای کنترل در افغانستان داشتن، این سیاست حالا فعلا دیگه تقریبا به ضد خودشان گردش. حالا یک بخشی از این همین لابیگری بین المللی برای این است که قدرت های به طور مشخص مثل پاکستان باید همراه شوند بر از این که احساس بکنم که اگر افغانستان دموکراتیک با ثبات آرام برای تمام منطقه به نفعش است. افغانستان بی ثبات از هر لحاظ تمام وضعیت منطقه را خراب میکند. برای این نظمی کار هم شما باز هم به اجماع افغانی ضرورت دارین. این پیام فرد نیست. شما ناگزیر باید در بین نخبگان افغانستان به یک اجماع برسین که این پیام هم برای جهان هم برای قدرت‌های منطقه‌ای بس به طور مشخص مثل پاکستان به طور خاص رسانده شود. استراتژی شما حالا فعلا برای نظمی که اینمی دیالوگ عام شود و اینمی گفتگو از پوشه‌های مرسوم خود، پوشه‌های با جهت‌گیری‌های قومی، مذهبی، ایدئولوژیک، زبانی بیرون شود، یک امر سیاسی انسانی تبدیل شود، چی هست؟ خب امیدواری ما می است که در آینده بسیار نزدیک همین برنامه اعلام شود و برنامه به اصطلاح روکشایی شود در آینده بسیار نزدیک از طرف حرکت اعتماد ملی. و پیشنهاد اساسی ما برای جوان است.
برای نمو قشتی 68% یا 70% هر چیزی که هست که جوان هستن و رنج دیدن و افکارشان با افکار ما تفاوت داره. اونا اونما عقده‌های تاریخی را ندارن یا کم دارن. ما این برنامه را برای از اونا پیشکش میکنیم که مثل گذشته اونا عقب افراد نگردن. اونا خود به طرفداری و حمایت از این برنامه منسجم بسازن. ما منسجمشان نمیسازیم، اونا خود منسجم بسازن، یک جای شوند. ما یک قاعده وسیع انسجام جوان جامعه را داشته باشیم با خود. وظیفه ما اینمیست که از اینمی ساختار ما یک تشکیلات عمودی به میان بریم که او یک آدرسی بدیل به طالب شده بتانه. شما استاد اگر البته سوال کاملا اختیاری هستن، خواسته باشین که از کسانی که فعلا همراه شما در حرکت اعتماد ملی هستن یک چند چهره را نام بگیرین که فکر میکنن پیامشان و حضورشان در درون جامعه میتونه امید بخش باشن، که ها هستن. البته اگر نمیخواین به هر دلیل از این بحث میگذاریم. در همین نقطه بگذارین که اینا را یک تعداد نامشان آشکار است، دوستا دیدن شنیدن، اما یک تعداد دیگر ما هنوزم دعوت باید بکنیم. اونا برنامه را خواندن، طرفدار هستن، با ما حرفای داشتن، اما میخواییم که یک هفته در روز دیگه هم انتظار بکشیم که اونا خودشان آماده بوده باشن که آشکار از رونمایی برنامه در رونمایی برنامه خودشان ظاهر شوند، بگوین ما از برنامه طرفداری میکنیم و حمایت میکنیم و همچنان از جوانا خواهش بکنن که اقدام خود به حمایت از برنامه نه از به ما. ما نمیخواییم که میوری چی بوده باشیم، برنامه بوده باشیم. ما میخواییم برنامه میور باشه. ما در اطرافش و برای حمایت از برنامه طرفداری هموطنان خود دعوت میکنیم و اگر همونطور یک برنامه ما بتانیم، یعنی انسجام بتیم به طرفداری از برنامه مردم خود، من فکر میکنم که این اولین اقدامی نیک برای شهروند میوری است. بینون یک مردم شناس استاد، میخوایم صحبت را که حالا فعلا داشتیم در این اینجا با همین پیام آخره که یک مقدار امید بخش است، ولی در این حال برای شما یک چالش. بله. یک طرح جدید را مطرح میکنن و امیدوار هستیم این طرح جدید در درون جامعه اثرات خود در زمان بگذارد. ما قطعا با شما صحبت های زیادی دیگر خواهد داشتیم، ولی به عنوان یک مردم شناس میخوایم باز هم در تاریک ترین وضعیت که مردم افغانستان گرفتار هستن، که متاسفانه امید تقریبا از ذهن مردم قطع شده و فکر میکنن که تنها راه را که ما برای نجات داریم انتقال جغرافیای فیزیکی از افغانستان هست، ما اگر خواسته باشیم همین وضعیت را در درون جامعه خود تغییر بدیم، شما به عنوان یک مردم شناس با طرح حرکت فعلا به خصوص در قالب حرکت اعتماد ملی هم دارین، برای جامعه یک امید را عرضه بکنین، اینمی امید شما چیست؟ پیام امید شما چیست؟ برای جامعه چه گفتنی دارین؟ مهمترین چیزی را که ما میتونیم با مردم خود شریک شیم هست که تا هنوز جامعه ما از زمان عبدالرحمن خان تا به حال جامعه‌ای بوده که به اصطلاح رنگ چی میگیم اما درجه بندی شده به اساس قومیت، حتی به اساس کوچکتر از قومیت. یعنی در زمان خود عبدالرحمن خان گفته بود که کسایی که بسیار چیز هستن از خاندان خودش هست، بعد از او از سردار هاست، بعد از او از درانی هاست، بعد از او از غلجه هاست. این حرف ها گفته شده بود که باز جامعه تاجیک و جامعه یک زمان ترکا و بعد از او از آرا آلی او شرایط تغییر کردن. ازبکا در پایانی ردبندی هاست و از آرا یک رنگ بالاتر رفتن مثلا. این حرف هاست. ما میگیم که از اینی بلایی که در جامعه ما نظام ها گذشته به میان آوردن ما باید خلاص شدیم.
یگانه راه شهروند شدن است. یه هر کس در منطقه خودش ولسوال خود، حتی امام مسجد خود خودشان انتخاب بکنن و بعد از ولسوال خود، شورای ولسوالی خود، والی خود، شورای ولایتی خود و رئیس جمهور خود و پارلمان خود در تمام سطوح خودشان حق داشته باشند که انتخاب بکنن و هیچ کس حقی تقرری دیگر را نداشته باشد. مشکل کلان ما در جامعه در طول همین مدت همین بوده که کسایی که در سطح قدرت بودن حق تقرر را داشتن و در تقرر بازم اول خیش خود، بعد از او رفقا و دوستای خود، بعد از او رشوت. کار عملی همین بود که باعثی فساد در جامعه شد، باعثی تبعیض در جامعه شد، باعثی سیاسی شدن قومیت در افغانستان شد و این را ما تنها از طریق نظام سیاسی تازه غیر متمرکز و به اساس انتخابات و استخدام توسط کمیته هایی که همرنگ بوده باشند. در مثلا در زراعت کسایی که متخصص زراعت هستند در کمیته ها استخدام بکنن برای مدیریت های زراعت، برای ریاست های زراعت، برای وزارت زراعت. کسایی که در عدلیه هستند همونطور از مابین خودشان کمیسیون داشته باشن برای استخدام در مدیریت های عدلیه، ریاست های عدلیه در ولایت و وزارت عدلیه. اگر ما این کار را به میان بیاریم، من فکر میکنم که ما شهروند میشیم، چی پشتون باشیم، چی هزاره باشیم، چی ازبک باشیم، همگی ما عین حقوق در جامعه می داشته باشیم و عین حق در اداره محلات خودمان می داشته باشیم، در اداره حکومت ملی خود می داشته باشیم. در اون صورت دیگه این مسئله طبقات از بین میره، قشر از بین میره. حالا مثلا طالبا قشری که حکومت میکنه قشری ملا و چیز است، مولوی ایناست. این دیگه در یک جامعه غیر قابل قبول هستن، مثل که در گذشته هم غیر قابل قبول بوده. از اون لحاظ ما امیدواری ما همی هسته که اینا حق مردم ها در تصمیم گیری قبول بکنن و اگر ما همی حق تصمیم گیری را بتانیم در مابین جامعه خود ما تشویق بکنیم قبول شوه، فکر میکنم رای بیرون رفت از این معضله فعلی همی هست و ما امکانی از این را داریم که در جامعه بین المللی بتانیم دیگران را هم تشویق بکنیم، چی ممالک همسایه و همجوار، چی ممالک در منطقه هستن و چی در جامعه بین المللی، که این بار شما افغانا را کمک بکنین که برنامه خودشان را تطبیق بکنن. شما بر ما تصمیم نگیرین که کی حاکم ما بوده باشد. ما این بار ما خود ما میگیم که مردم ما باید تصمیم بگیره و در همین تصمیم گیری شما با ما کمک بکنین و کمک شما انشاءالله که منطقه را میتونه که صلح و سلام داشت بیاره و میتونه که به مفاد کل جهان بوده باشه. استاد تشکر از شما و مردم شناسی. به هر حال رشته بسیار گسترده هست و همیشه ما شما سر کار ما با مردم هستیم. امیدوار هستم با کمک شما بتونیم هم از مردم افغانستان شناخت بهتر پیدا بکنیم و هم مردم افغانستان را نسبت به خودشان به یک شناخت بهتر برسانیم، تا اینکه این چرخه بد، چرخه ناخوشایند را که متاسفانه سرنوشت نسل‌های مختلف ما را قربانی کرده از بین بردن، این را متوقف بسازیم و به یک عصر جدید وارد شویم. تشکر از شما، تشکر از شیشه، تشکر از همه همکارای شما. بسیار زیاد لطف کردین که ما وقت دادین با شما باشیم.